درس فلسفه شاید به ظاهر یک مفهوم غریبی باشه و ابتدا به ساکن ما نتونیم باش اون ارتباط لازم رو برقرار بکنیم، اما من بهتون قول میدم به شرط همراهی شما که یقینا به همین شکل هست، بعد از پایان این درس به این باور برسید که این درس درس فوق العاده شیرینی هست و به عنوان یک دوست خدمتتون میگم ان شاء الله با امید خدا وارد دانشگاه که شدید مباحثی براتون مطرح میشه که این درس که اسمش فلسفه هست بیس و بنیاد هست برای تحلیل اون مسائل. این رو به یادگار از من تو ذهنتون داشته باشید. خب بپردازیم به درسمون. شاید ابتدا به ساکن براتون پیش بیاد که فلسفه چی هست و واقعا سوال مهمی هستش که فلسفه چی هست. شاید تو مراودات روزمرتون خیلی شنیده باشید که فلسفه این کار چیه، فلسفه این موضوع چیه، فلسفه زندگی چیه. سوالاتی به این شکل براتون مطرح میشه. پس بهتر بیایم اولا بپردازیم به این که فلسفه یعنی چی. اما قبل از این که بپردازم به تعریف فلسفه در شکل عمومی اون، اجازه بدید ابتداعاً خود کلمه فلسفه رو با هم واکاوی بکنیم، یعنی بشکافیم. همونطور که خدمتتون گفتم میپردازیم به واکاوی کلمه فلسفه. کلمه فلسفه همونطور که روی تخته براتون نوشتم ریشه یونانی داره و معرب کلمه فیلوسوفیا هست. فیلو به معنای دوستداری و سوفیا به معنای دانایی هستش. پس کلمه فیلوسوفیا به معنای دوستداری دانایی هستش. اولین شخصی که خودش رو فیلوسوفیا یا فیلوسوفوس نامید ریاضیدانی بود به اسم فیثاغورس. البته افلاطون هم که شاگرد سقراط بود و سقراط رو بسیار دوست می‌داشت، استاد خودش رو فیلوسوفوس یا همون فیلوسوفیا یا فیلسوف و دانشمند میدونست. پس کلمه فلسفه که همتراز دانش هست، به معنای دانش هست، برگرفته شده از کلمه فیلوسوفوس، فیلوسوفیا و دانشمند هست. خب اما در همان زمان در یونان باستان که کلمه فیلوسوفوس، فیلوسوفیا و فلسفه رواج پیدا کرده بود، گروهی هم بودند که خودشون رو سوفیست مینامیدند. سوفیست‌ها چه گروهی بودند؟ سوفیست‌ها گروهی بودند که دریافت و درک حقیقت رو منوط کرده بودند به ادراک انسان. یعنی می گفتند من به عنوان یک شخص هر چیزی که درک می کنم از جهان خارج مبنای تشخیص حقیقت هست. به همین خاطر خودشون رو سوفیست می نامیدند. سوفیست در معنای اولیه اون دانشمند. اما اگر کمی در رابطه با این معنا که هر چیزی که من درک می کنم حقیقت هست فکر بکنیم، رد پای مغالطه رو توش می بینیم. شما در نظر بگیرید ما تو موقعیتی قرار می گیریم که تابستونه، توی ماشین نشستیم، کولر ماشین روشنه و به نظر ما هوا خنک و بعضی وقتا واقعا سرد هستش و میگیم خب درک من از هوا اینه که هوا سرد هست. و کسی که بیرون از ماشینه توی فصل تابستون میگه درک من از هوا اینه که هوا الان گرم هست. اگر مبنای حقیقت، حقیقت هوای بیرون درک ما باشه، یک سوال اساسی پیش میاد که الان هوا سرد هست یا هوا گرم هست. به همین خاطر سوفیست ها با این مبنای تفکر رسیدند به معنای ثانویه و مغالطه کاری. سوفیست‌ها که اول خودشون رو دانشمند می‌دونستند، با این طرز تفکر که هر آنچه که من درک می‌کنم، هر آنچه که من دریافت می‌کنم مبنای حقیقت هست، رسیدند به مغالطه کاری. امروزه هم ما عنوان می‌کنیم توی جامعه، توی مراودات و می‌گیم که فلانی داره سفسطه می‌کنه. سفسطه کلمه‌ای هستش که از کلمه سوفیست گرفته شده. پس یک نگاه کلی به کلمه فلسفه
و تفکیک اون از کلمه سوفیستی یا سوفیست ها یا سفسطه ما رو به معنای حقیقی فلسفه میرسونه. خلاصه بگم خدمتتون، فلسفه کلمه هست که ریشه یونانی داره، معرب کلمه فیلوسوفیا هست، فیلو به معنای دوستداری و سوفیا به معنای دانایی، و نهایتا تغییر شکل پیدا کرده، رسیده به کلمه فیلسوف به معنای امروزی اون که دانشمند هست، و از همین جا میفهمیم که فلسفه یعنی دانش. خب توی کتابتون یک سوال مطرح کرده و عنوان کرده اگر ادراک انسان مقیاس حقیقت و واقعیت باشه، همون چیزی که سوفیست ها میگفتند، اگر ادراک انسان مقیاس حقیقت و واقعیت باشه چه پیامدهایی به دنبال داره؟ اگر در مورد این موضوع فکر بکنیم، همون مثال سردی و گرمی هوا رو که خدمتتون زدم، اتفاقاتی که میفته، علم و دانش اعتبار خودش رو از دست میده. اگر مبنای تشخیص حقیقت، ادراک و دریافت شخصی ما باشه، پیامدهایی که به دنبال داره: یک، بی اعتباری علم و دانش. دو، جنبه خصوصی و شخصی پیدا کردن حقیقت. یعنی هر کسی میگه که دریافت من از حقیقت اینه، پس حقیقت دیگه یک جنبه کلی و عمومی نداره، بلکه جنبه خصوصی و شخصی پیدا میکنه. ما با بیشمار حقیقت به اندازه تک تک آدم ها روبرو هستیم و این اعتبار علم رو زیر سوال میبره. پیامد بعدی این نوع تفکر، تفکیک ناپذیری حق از باطل هست. اینا با هم التقاط پیدا میکنن و تشخیص حق از باطل کار سختی میشه و سوفیست ها از همین قضیه سوء استفاده میکردن و مغالطه میکردن و حق و باطل رو با هم تلفیق میکردن و منافع خودشون رو دنبال میکردن. سلیقه‌ای شدن حق و باطل، همون خصوصی شدن و شخصی شدن دریافت ما از حقیقت هست. پس در پاسخ این سوال که اگر ادراک انسان مقیاس حقیقت و دریافت ما از حقیقت باشه چه پیامدهایی به دنبال داره، ما میتونیم اشاره بکنیم به: یک، بی اعتباری علم و دانش. دو، جنبه خصوصی و شخصی پیدا کردن حقیقت. سه، تفکیک ناپذیری حق و باطل. و چهار، سلیقه‌ای شدن حق و باطل. بذارید قبل از اینکه بپردازم به معنای فلسفه در بین مردم، یه نکته‌ای هم خدمتتون عنوان بکنم. سقراط هم همونطور که گفتم شاگرد سقراط افلاطون، سقراط رو فیلسوف نامید. خود سقراط هم دوست داشت اون رو فیلسوف یاد کنند، فیلسوف بنامند. چند تا علت داشت. یک، به خاطر اینکه دوست نداشت خودش رو همتراز و همرده سوفیست ها بدونن، چون همونطور که خدمتتون گفتم سوفیست در معنای اولیش دانشمند بود و سقراط دوست نداشت به عنوان یک سوفیست شناخته بشه، چون میدونست که اونها اهل مغالطه هستن. به همین خاطر دوست داشت خودش رو فیلسوف بنامه. خب اصطلاح فلسفه در بین مردم، فلسفه در بین مردم چه معنایی داره، چه معنایی میتونه داشته باشه؟ مردم وقتی با اتفاقاتی روبرو میشن که برخلاف انتظار و عادتهای اونها هست، دوچار یک سوال میشن که چرا؟ فلسفه یعنی چرا؟ مثال میزنم خدمتتون، شمای نوجوان، شمای دانش آموز عزیز، وقتی براتون عنوان میکنن که شما به سن نوجوانی رسیدید و لازم هست که نماز بخونید و روزه بگیرید، با سوالی روبرو میشید که چرا باید من نماز بخونم و روزه بگیرم؟ این چرایی در واقع دنبال یک نوع تبیین عقلانی هست، دنبال یک توضیح عقلانی هست، توضیح عقلانی. پس با این نوع سوالها ما وارد فلسفه میشیم. یا مثال دیگه خدمتتون بگم،
مردم وقتی در زندگی خودشون با یک مشکلی روبرو میشن، اصطلاحاً برمیگردن و خود با خودشون میگن که به راستی فلسفه زندگی چیه؟ با یه سوال بزرگ روبرو میشن. فلسفه زندگی چیه؟ ما چرا به دنیا اومدیم؟ چرا داریم زندگی میکنیم؟ مرگ یعنی چی؟ چرا انسان ها میمیرن؟ پس این نوع سوالات که در بین مردم رواج داره، در واقع مردم رو وادار میکنه که یک سوال از خودشون بپرسن، به دنبال چرایی این پدیده ها و حوادث باشن و به دنبال اون دنبال تبیین و توضیح عقلانی این اتفاقات باشن. و این یعنی فلسفه در بین مردم. اصطلاح فلسفه است در بین مردم. خب، اما یه سوال دیگه توی کتابتون مطرح شده که خوب میدونم بهتره که به اون سوال هم پاسخ بدیم، در رابطه با مبحث صوفیست و سفسطه. سوالی که مطرح شده توی کتابتون این هست که آیا سفسطه اختصاص داره به یک زمان خاص؟ یعنی فقط صوفیست ها بودند که سفسطه می کردند، مغالطه می کردند؟ پاسخ این سوال این هست: تا وقتی که انسان وجود داره، تا وقتی که تفکر و اندیشه وجود داره، انسان ها به شکل خودآگاه یا ناخودآگاه درگیر مغالطه و سفسطه می شن. یه زمانی به شکل کاملا ناخودآگاه هست، یعنی بدون که ما بدونیم داریم سفسطه می کنیم. یک جاهایی هم منافع شخصی ما رو که نه، بعضی ها رو وادار می کنه که سفسطه بکنن تا به اون منافع شخصی برسن. پس پاسخ این سوال این هست: بله، سفسطه در هر زمان و هر مکانی میتونه وجود داشته باشه و ما با آشنایی به قوانین فلسفه و آشنایی با قوانین منطق میتونیم سفسطه ها و مغالطه ها رو بشناسیم و اینکه نه خودمون اهل سفسطه و مغالطه باشیم و نه اجازه بدیم که مخاطب ما سفسطه و مغالطه بکنه و با این روش منافع خاص خودش رو تأمین بکنه. وقتی مردم با پدیده‌های روبرو میشن که برخلاف انتظار و عادت‌های اونها هست، دچار یک چرایی میشن و در پی تبیین عقلانی و توضیح اون پدیده‌ها وارد حیطه و حوزه فلسفه میشن. اصطلاحاً ما با یک واژه دیگه سرکار داریم به اسم اعجاب و حیرت. ارسطو میگه که اعجاب و حیرت هست که نخستین اندیشمندان و همچنین مردم امروز را به بحث‌های فلسفی کشانده است. اعجاب و حیرت یعنی چی؟ یعنی اینکه ما بعضی وقتا با پدیده‌هایی روبرو میشیم که ما رو متحیر میکنه و دچار حیرت میشیم، پاسخی براش پیدا نمیکنیم و چرایی که در مقابل این پدیده های حیرت انگیز میذاریم و از خودمون میپرسیم، در واقع ما رو وارد یک تفکری میکنه به اسم تفکر فلسفی. تفکر فلسفی اگر ازتون پرسیده شد که یعنی چه، شما در پاسخ میتونید بگید تفکر فلسفی یعنی ما به دنبال چرایی و تبیین عقلانی پدیده ها باشیم. پدیده هایی مثل مرگ، اگر در مورد مرگ فکر بکنیم که آیا مرگ پایان زندگی هست، انسان چرا متولد میشه و چرا میمیره و حقیقت مرگ یعنی چی، چون ما متحیر میشیم، اصطلاحاً دچار اعجاب و حیرت میشیم، در پی این اعجاب و حیرت فلسفه اتفاق میفت. یا مثال دیگه خدمتتون بگم، وقتی به آسمون نگاه میکنیم، وقتی در مورد سیاره ها، ستاره ها و کهکشان فکر میکنیم، در واقع دچار یک حیرت میشیم و اینکه چرا اینها وجود دارند.
علت حضور سیاره ها و ستاره ها چی هست. و وقتی در مورد این مسائل فکر میکنیم، وارد حوزه‌ای شدیم که اصطلاحا به اون میگن تفکر فلسفی. پس یک نکته خیلی کلیدی و اساسی این هست که فلسفه یعنی تبیین عقلانی، یعنی پاسخ به چرایی حوادث و پدیده ها. این یعنی تفکر فلسفی. اما سوال اساسی دیگه که پیش میاد این هست که ما چرا فلسفه میآموزیم؟ چرا باید فلسفه یاد بگیریم؟ دوستای عزیزم، ما علاوه بر حیات جسمی دارای یک حیات دیگه هستیم با عنوان حیات معنوی. حیات جسمی رو که خب هممون میدونیم چی است، حیات بیولوژیکی ما، حیات جسمی ما. ما به وسیله خوراک و همینطور غذاهای مختلف و همینطور پوشاک از جسممون مراقبت میکنیم، حیات جسمیمون رو ادامه میدیم. اما برای که حیات معنوی ما هم ادامه پیدا بکنه، ما محتاج تفکر هستیم. در واقع فلسفه به ما کمک میکنه که تفکر کنیم، سوالهای بنیادی از خودمون بپرسیم، سوالهای اساسی از خودمون بپرسیم و به واسطه این سوالهای اساسی فکر کنیم. و این یعنی تأمین حیات معنوی ما. سوالهای بنیادی و اساسی که اصطلاحا در قالب یک شعر هم میگن از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر ننمایی وطنم، از کجا آمدم، به کجا میروم، برای چه هستم. اینها سوالات اساسی و بنیادی هستش که فقط و فقط فلسفه میتونه به اونها پاسخ بده. پس تفکر فلسفی در واقع کوششی هست برای یافتن پاسخهای مناسب به اصلی ترین و بنیادی ترین پرسشهایی که میتونه برای یک انسان مطرح بشه. تفکر فلسفی یعنی این. تفکر فلسفی یعنی چرایی و تبیین عقلانی پدیده ها. تفکر فلسفی یعنی پاسخ به اعجاب و حیرت. تفکر فلسفی یعنی پاسخ به چرایی اون امور و پدیده هایی که برخلاف انتظار و عادت های ما هستند. خب مبحث دیگه ای توی کتابتون مطرح شده با عنوان قوانین علمی. اگر ما به علوم طبیعی نگاه کنیم، علومی مثل فیزیک، شیمی و امثال هم، قوانینی رو در اونها کشف میکنیم. اجازه بدید قبل از اینکه بپردازیم به اون قوانین که در این گونه علوم طبیعی کشف میکنیم که چیا هستن، یک مثال من از روی کتاب براتون بخونم در رابطه با فیزیک. مثلا در علم فیزیک میخونیم که نیرویی که دو بار الکتریکی نقطه‌ای بر هم وارد میکنند با حاصل ضرب مقدار بار الکتریکی آنها و نیز با عکس مجذور فاصله بین آنها متناسب است. این یه چیزی که تو علم فیزیک کشف شده. یا مسائلی که توی علم شیمی کشف شده. علوم طبیعی خودش دارای یک سری قوانین هست. خود علم فیزیک و خود علم شیمی و امثال هم دارای یک سری قوانین هست که من نوشتم و خدمتتون خواهم گفت. بحث در مورد قوانین علوم طبیعی، قوانینی که در علوم طبیعی وجود داره، بر عهده خود علوم طبیعی نیست. یک علم دیگه باید عهده‌دار تفکر در مورد این قوانین بشه. مثالی که در رابطه با علم فیزیک زدم خدمتتون، خود علم فیزیک بهش میپردازه. مثالی که خدمتتون گفتم در رابطه با نیروی دوبار الکتریکی نقطه‌ای، مسئله هست که علم فیزیک بهش میپردازه. اما قوانینی وجود داره در علوم طبیعی
که خود اون قوانین رو علم فیزیک بهش نمیپردازه، علم شیمی بهش نمیپردازه، پس علم دیگه ای لازمه که به اونها بپردازه و اون علم فلسفه هست. حالا اون قوانین چیا هستن؟ اون قوانین واقعیت داشتن جهانه. ما توی علوم طبیعی که روش تجربی، حسی و آزمایش رو باید سرکار داریم، با امورات و پدیده های سرکار داریم که ساخته و پرداخته ذهن نیست، پدیده های کاملا مرئی و ملموس، پدیده هایی که کاملا وجود دارن. مثال میزنم خدمتون، مثلا مفاهیمی مثل فلز، اشعه رادیواکتیو، بار الکتریکی، چشمه صوت، طول موج، همه اینها چیزایی هستن که در عالم واقعیت وجود دارن، ساخته و پرداخته ذهن ما نیستند. پس علمی که در مورد این قانون که جهان واقعیت داره، این مفاهیمی که خدمتتون گفتم واقعیت داره صحبت میکنه، فلسفه هست. فلسفه هست که این قانون رو بررسی میکنه. یا قانون دوم، این که جهان و طبیعت قابل شناخت هست. یعنی ما میتونیم اشعه رادیواکتیو رو بشناسیم، ما میتونیم طول موج رو بشناسیم. این قانون که جهان طبیعت قابل شناخت هست و جزء قوانین علمی هست، پرداختن به این قانون در حیطه فلسفه هستش. یا قانون بعدی، این که تجربه و آزمایش در علوم طبیعی روشی درست و صحیح هست برای کشف پدیده ها، خود این قانون قانونی هست که در قوانین علمی بررسی نمیشه. خود این قانون قانونی هست که در فلسفه مورد بررسی قرار میگیره. یا قانون دیگه، یکسان عمل کردن طبیعت. مثال خیلی ملموس و عامیانه و سادش، شما میدونید که اگر ما آب رو با گرمای 100 درجه حرارت بدیم، این آب میجوشه. خب اینو اگر 20 سال قبلم انجام میدادن همین بود، 20 سال بعدم انجام بدن همین هست، و طبیعت همیشه در این مورد یکسان عمل میکنه. و پرداختن به این قانون که طبیعت یکسان عمل میکنه، قوانین علمی همیشه در طبیعت یکسان عمل میکنن، خود این قانون قانونی هست که در حیطه فلسفه قرار میگیره. یا قانون علیت، اینکه بین پدیده ها رابطه علی و معلولی وجود داره، یعنی هر پدیده‌ای که وجود داره یا به وجود میاد معلول یک علت هست. اگر آب میجوشد، معلول علتی هست به اسم گرمای 100 درجه یا حرارت 100 درجه. خود قانون علیت که از قوانین علمی هست، خود این قانون، بررسی این قانون در گستره علم فلسفه هستش. خب پس اگر بخوایم مبانی فلسفی علوم طبیعی رو با همدیگه بشماریم، یا از شما بپرسن که مبانی فلسفی علوم طبیعی چی هست، شما میتونید این قوانین رو بشمارید: واقعیت داشتن جهان، قابل شناخت بودن طبیعت، درستی روش تجربه و آزمایش، یکسان عمل کردن طبیعت و اصل علیت. توی کتابتون با عنوان نمونه یابی خواسته که یک نمونه بیان کنیم و نقش قاعده علیت رو در فعالیت‌های علمی روشن بکنیم. پاسخی که براش نوشته شده این هست: در علم فیزیک به کمک قانون تساوی زوایای تابش و بازتاب، به کمک این قانون می توانیم از رابطه علی و معلولی دو پدیده
صحبت بکنیم و پیش بینی بکنیم که اگر نوری با زاویه 40 درجه بر سطحی صاف بتابد به عنوان علت، با زاویه 40 درجه نیز منعکس خواهد شد، معلول. پس این قانون تابش و بازتابش که در فیزیک مطرح است بر اساس قاعده علیت قابل تفسیر است. این سوال سوال مهمیه و 100% از سوالهای امتحانی هم هستش که مبانی فلسفی علوم طبیعی رو نام ببرید: واقعیت داشتن جهان، قابل شناخت بودن طبیعت، درستی روش تجربه و آزمایش، یکسان عمل کردن طبیعت و اصل علیت. سوال دیگه ای توی کتابتون مطرح شده با عنوان تطبیق. گفته که هر یک از عبارات زیر که عنوان شده با کدوم یک از مبانی فلسفی علوم طبیعی تطابق داره، تطبیق میشه داد. توی مثال هایی که خدمتتون زده اول عنوان میکنیم که همه این مبانی رو میشه در تک تک این مثال ها پیدا کرد، اما به شکل تفکیک شده خدمتتون عرض میکنم. مثال عنوان کرده که مطمئن هستم اگر دست خود را روی آتش ببرم میسوزد، یعنی سوختن دست معلول علت آتش. اگر دست خودم رو روی آتش ببرم میسوزد. مبنای فلسفی این نکته اصل علیت هست. یا همه فلزات در همه جا در اثر حرارت منبسط میشوند. در همه جا، همه فلزات در همه جا در اثر حرارت منبسط میشوند. خب اصل یکسان عمل کردن طبیعت، همه فلزات در همه جا. مثال بعدی، هنگامی که آب در 100 درجه به جوش نیاید، با بررسی علل به جوش آمدن آب در 100 درجه به وجود مواد ناخالص آب پی میبریم. اصل درستی روش تجربه و آزمایش. یا مثال دیگه عنوان شده که با توجه به قوانین انبساط و انقباض فلزات پی میبریم که به هنگام ساختن ریل های راه آهن بین آنها فاصله ایجاد کنیم. خب این هم همون اصل علیت هست. خب اگر بخوایم به شکل کاملا خلاصه نتیجه گیری بکنیم و قبل از پرداختن به حل تمرینات یک بار دیگه درسمون رو مرور بکنیم، عنوان کردیم که فلسفه کلمه‌ای هست که ریشه یونانی داره، معرب کلمه فیلوسوفیا هست به معنای دوستار دانایی. اولین شخصی که خودش رو فیلوسوفوس نامید فیثاغورس ریاضیدان بود، همینطور افلاطون استاد خودش سقراط رو فیلسوفوس یا فیلسوف به معنای دانشمند نامید، همینطور سقراط خودش دوست داشت به خاطر تواضعش و به خاطر اینکه با سوفیستا هم تراز نشه خودش رو فیلسوف بنامه به معنای دانشمند. و کلمه فلسفه به معنای دانش از همین جا گرفته شده. عنوان کردیم که در یونان باستان گروهی بودند به اسم سوفیست ها که اولا خودشون رو دانشمند می دونستند، اما با مبنای تفکری که خدمتتون میگم رسیدند به معنای ثانویه مغالطه کار. مبنای تفکرشون هم این بود که می گفتند آن چیزی که من درک می کنم حقیقت است، فارغ از اون چیزی که در جهان خارج وجود داره، و این کاملا اشتباهه و اساس مغلطه است. عنوان کردیم که آیا سفسطه یا بحث سوفیستا اختصاص به یک زمان خاصی داشته؟ گفتیم که نه، تا زمانی که تفکر وجود داره، تا زمانی که انسان وجود داره، بعضی اوقات به شکل ناخودآگاه و بعضی اوقات برای تأمین منافع سفسطه وجود داره. عنوان کردیم که فلسفه در بین مردم در جهت پاسخ دادن به چرایی بعضی از اتفاقات هست، اتفاقات و اموراتی که برخلاف عادات و انتظارات ما هست، پاسخ به سوالاتی هست که
در نتیجه اعجاب و حیرت ما اتفاق میفته. پدیده هایی مثل مرگ، پدیده هایی مثل کهکشان، سیاره ها و ستاره ها واقعا حیرت انگیزه. وقتی ما در مورد اینها فکر میکنیم حیرت زده میشیم و با سوال های بزرگی روبرو میشیم که چرا؟ فلسفه پاسخ به این چرایه ها هست و رسیدیم به تفکر فلسفی و عنوان کردیم که تفکر فلسفی یعنی پاسخ به چرایی این امورات و پدیده ها، یعنی تبیین عقلانی این امورات و پدیده ها. عنوان کردیم که چه ضرورتی داره که ما فلسفه بیاموزیم. پاسخ این بود که علاوه بر حیات جسمی، حیات بیولوژیکی که با غذا تأمین میشه، حیات معنوی ما هم با تفکر تأمین میشه. تفکری که در پاسخگویی به سوالهای بنیادین شکل میگیره، سوالهای اساسی مثل این که ما از کجا اومدیم، برای چی زندگی میکنیم و به کجا خواهیم رفت. اینها سوالهای اساسی هستند که بالاخره یه جایی ما با اون سوالها روبرو میشیم، شما با اون سوالها روبرو میشید و در جهت پاسخ دادن به این سوالها محتاج تفکری هستین که حیات معنوی شما رو رقم میزنه و این یعنی فلسفه. پرداختیم به علوم طبیعی، مثالهایی از علم فیزیک و شیمی براتون زدیم، مثال های کاملا مشخص و واضح و شما همشون رو بهتر میدونید و عنوان کردیم که یک سری قوانین وجود داره که در خود این علوم بهش پاسخ داده نمیشه، بلکه یک علم دیگه ای لازمه که اونها رو بررسی بکنه و اون علم فلسفه هست. فلسفه در پی پاسخ دادن به سوال های بنیادی هست. مبانی فلسفی علوم طبیعی رو مطرح کردیم که واقعیت داشتن امورات و پدیده های تجربی هست که اونها ساخته و پرداخته ذهن ما نیستند، بلکه کاملا وجود دارن. اینکه طبیعت قابلیت شناخت رو داره، قابلیت شناخته شدن رو داره. اینکه روش تجربه و آزمایش پاسخدهیش درست و صحیح هست. اینکه طبیعت در همه جا و همه زمان یکسان عمل میکنه. پرداختیم به اصل علیت که هر آنچه که در جهان هستی وجود داره معلول علتی هست و این یعنی قاعده علت و معلول که از مبانی فلسفی علوم طبیعی هست. خب اما یک سری تمرین ها هم براتون مطرح شده در این درس که اونها رو با هم دیگه حل میکنیم. پرسیده شده که به شکل نقطه چین و جای خالی، فلسفه ریشه جای خالی دارد و معرب کلمه جای خالی است. خب مشخصه فلسفه کلمه ای هستش که ریشه یونانی دارد و معرب کلمه فیلوسوفیا هست. سوال دوم عنوان کرده که سوفیست و فیلوسوفیا یعنی چه و به مرور زمان چه تحول معنایی پیدا کردن. سوفیست در معنای اولیه اون به معنای دانشمند بود، اما در طول زمان تحول معنایی که پیدا کرد رسید به معنای مغالطه کار. فیلوسوفیا هم در معنای اولیه به معنای دوستدار دانایی بود و بعدن معنای ثانویه‌ای که پیدا کرد به معنای دانشمند بود، یا به معنای خود کلمه فلسفه که معنای دانش رو داره. عنوان کرده که روش فلسفه و علوم طبیعی رو با یکدیگر مقایسه کنید. در پاسخ به این سوال باید عنوان کرد که هر یک از علوم طبیعی با چهره خاص از پدیده‌های محوس، یعنی قابلیت حس و لمس کردن، قابلیت احساس، مورد احساس قرار گرفتن رو دارن، سر و کار داره. اما خود این علوم بر یک سری مبانی بنا شده که اون مبانی رو فلسفه مورد بررسی قرار میده و اون مبانی، پرداختن به اون مبانی در خود علوم طبیعی جایگاهی نداره، بلکه فلسفه هست که به اونها میپردازه، که خب تیتروار براتون برشمردیم. عنوان شده که سوفسطاییان چه چیزی را ملاک حقیقت می دانستند. سوفیستا یا سوفسطاییان
ادراک شخصی رو دریافت و ادراک شخصی رو مبنای حقیقت میدونستن. عنوان کرده که مهمترین سوالات زندگی خودتون رو فهرست بکنید، کدام یک از اونها شما رو با حیرت و اعجاب روبرو میکنه. مسائلی که خدمتتون مطرح کردم و طبیعتاً برای شما هم پیش اومده، سوالهایی در مورد مرگ، سوالهایی در مورد کهکشان، سیاره ها، چرایی وجود اونها، چرایی وجود سیاره ها، چرایی مرگ و امثال. خب سوال بعدی که مطرح شده عنوان شده که مفهوم چرایی چه رابطه‌ای با تبیین عقلانی داره. وقتی که ما چرایی رو مطرح می‌کنیم، در واقع دنبال یک استدلال هستیم برای پاسخ دادن به اون چرا. استدلال هم همون تبیین عقلانی هست و فلسفه هم همون تبیین عقلانی هست. پس ارتباط بین چرایی و تبیین عقلانی همون کلمه استدلال هست. سوال بعدی که مطرح شده عنوان شده که نقش فلسفه رو در زندگی بررسی بکنید. همونطور که خدمتتون گفتیم در این مبحث، اصطلاح فلسفه در بین مردم وقتی با پدیده‌های روبرو میشن که برخلاف انتظار و عادات اونها هست، یا در ارتباط با پدیده‌های قرار میگیرن که دچار اعجاب و حیرت میشن، با فلسفه سر و کار دارن و این جایگاه فلسفه در زندگی هست. سوال بعدی که مطرح شده عنوان شده که بگویید چه رابطه‌ای بین چراهای این سوالات با اصل علیت وجود داره. چرا گل پژمرده میشه؟ یعنی پژمردگی گل معلول چه علتی هست؟ شما چی فکر میکنید؟ کاملا مشخصه، به علت این که ممکنه به اون گل آب داده نشده. پس نرسوندن آب به گل میتونه علت معلولی باشه به اسم پژمرده شدن گل. یا چرا بعضی از گلها با تراوت‌تر از گلهای دیگر هستن؟ خب به علت خاک و نور و آب مناسب. یا چرا آب و هوای بعضی از مناطق خشکه؟ خب اینا معلول هستن، علت میتونه نبودن ابرهای بارانزا باشه. چرا در بعضی از کشورها رکود اقتصادی بسیار بالاست؟ این معلول میتونه در نتیجه علتی باشه با عنوان بالفرض تولید کم. سوال دیگه این هست که کدام یک از قاعده های فلسفی نقش بسیار برجسته‌ای در تبیین های علمی ایفا میکنه؟ پاسخ فقط یک کلمه است: اصل علیت، قاعده علت و معلول. سوال بعدی که مطرح شده عنوان شده که مبانی فلسفی علوم رو، علوم طبیعی رو بیان بکنید. گفتم خدمتون یکی از سوالهای مهم و اساسی هست: واقعیت داشتن جهان، قابل شناخت بودن جهان طبیعت، درستی روش تجربه و آزمایش، یکسان عمل کردن طبیعت و اصل علیت. سوال دیگه مطرح شده عنوان کردن که کدام مورد از مبانی فلسفی علوم طبیعی نیست. چهار تاش من نام میبرم، با هم دیگه حدس بزنیم کدوم یکی از این مواردی که عنوان میشه از مبانی فلسفی علوم طبیعی نیست. تبعیت موجودات از اصل علیت، خب جزء مبانی فلسفی علوم طبیعی هست. درستی روش تجربه، درستی روش تجربه جزء مبانی فلسفی علوم طبیعی هست. یکسان عمل کردن طبیعت جزء مبانی فلسفی علوم طبیعی هست. و تأثیر طول موج صوت بر آزمایش، این از مبانی فلسفی علوم طبیعی نیست، بلکه از مواردی هست که در علوم طبیعی ممکن در فیزیک و شیمی به اون پرداخته بشه، اما جزء
مبانی فلسفی علوم طبیعی نیست. خدمتون عرض کردم علوم طبیعی مثل فیزیک، شیمی و امثال هم به بعضی از مسائل میپردازد و به بعضی از مسائل نمیپردازد. اون مسائلی که بهش میپردازد مثل همین نکته که خدمتون گفتم، تأثیر طول موج صوت بر آزمایش، در یکی از این خود این علوم بررسی میشه. اما قوانینی که پایه و اساس علوم طبیعی هست رو فلسفه بهش میپردازه. مثال بعدی یا سوال بعدی عنوان شده که هر یک از کلمات سمت چپ رو به کلمه یا عبارتی در سمت راست وصل کنید. قسمت ستون الف هست و ستون ب. ستون الف رو میخونم و کلماتی که از ستون ب به اون ربط داره میخونم، شما خودتون توی کتابتون ارتباط بدید. خب الف، فیلوسوفیا ارتباط پیدا میکنه به دوستداری دانایی. فیلوسوفوس ارتباط پیدا میکنه به دوستدار دانش. سوفیست در معنای اولیه ارتباط پیدا میکنه به دانشمند. سوفیست در معنای ثانوی ارتباط پیدا میکنه به مغالطه کار. و مقیاس حقیقت از نظر سوفیست ها ادراک انسان هست. خب درس اولتون به پایان میرسه، امیدوارم مطالب به شکلی ارائه شده باشه که در ذهنتون باقی بمونه. اما طی این درس جدید خواهیم پرداخت به ارتباطی که بین فلسفه و علوم انسانی وجود داره. اساس این ارتباط هم برمیگرده به تعریفی که فلسفه از انسان ارائه میده. دوستای عزیزم در نظر داشته باشید که تعریفی که فلسفه در مورد انسان ارائه میده، در مورد ماهیت و حقیقت انسان ارائه میده، شالوده و اساس نظریاتی هست که در علوم انسانی مطرح میشه. پس همین ابتدا به ساکن بدونیم چه ارتباطی بین فلسفه و علوم انسانی وجود داره. پای فلسفه زمانی به علوم انسانی کشیده میشه که فلسفه تعریف خاص خودش رو از ماهیت و حقیقت انسان ارائه میده. علوم انسانی هم میدونید رشته های متفاوتی هست، مثل روانشناسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی، اخلاق، هنر، اقتصاد، حقوق و امثال هم. و نظریات مختلفی هم در این علوم مطرح هست. این که چه نظری، چه رویکردی در هر کدوم از این علوم وجود داشته باشه بستگی به این داره که کدوم مکتب فلسفی اساس نظریه این علوم باشه. حالا هر چقدر پیشتر بریم بیشتر متوجه عرضم خواهید شد. پس ابتدا به ساکن اساس، بدونیم که اساس ارتباط فلسفه با علوم انسانی برمیگرده به این نکته که چه تعریفی از انسان، ماهیت و حقیقت انسان فلسفه ارائه میده و اون تعریف میشه شالوده و اساس نظریات در رشته های مختلف علوم انسانی. خب بپردازیم به اولین رشته از علوم انسانی که حالا خب توی کتابتون مطرح شده با عنوان روانشناسی. روانشناسی علمی هست که میپردازه به رفتار و حالتهای روانی انسان. این علم از قرن 18 میلادی با گسترش روشهای تجربی و استفاده از اندازه‌گیری رشد کرد. علم روانشناسی در واقع بررسی رفتارها و حالتهای روانی انسان است. این چه ارتباطی با فلسفه میتونه داشته باشه؟ گفتیم ارتباط بین فلسفه و علوم انسانی تعریف از حقیقت و ماهیت انسان است. روانشناسی
تعریف رفتارها و حالتهای روانی انسان است. اینجا این ارتباط یک کوچولو داره برای ما آشکار میشه. پس بحث اول اینه که یک روانشناس بسته به این که از چه مکتب فلسفی داره استفاده میکنه در تعریف انسان، ممکنه نظرش با یک روانشناس دیگه که از یک تعریف فلسفی دیگه داره استفاده میکنه متفاوت باشه. شما در نظر بگیر یک مکتب فلسفی داره میگه که انسان فقط همین جسمه. خب روانشناسی که بر اساس این مکتب فلسفی میخواد نظریه روانشناسی خودش رو ارائه بده متفاوت هست با فیلسوفی که داره میگه انسان ترکیبی از این جسم و روح غیر مادی هست. متوجه ارزم هستید یقینا اینکه روانشناس ما از چه مکتب فلسفی داره استفاده میکنه میتونه با یک روانشناسی دیگه متفاوت باشه. پس ارتباط اولیه فلسفه و روانشناسی برمیگرده به اینکه این روانشناس رویکردش رو بر اساس کدوم مکتب فلسفی بنا کرده باشه. مکتب فلسفی که میگه انسان همین جسم هست، یا مکتب فلسفی که میگه انسان جسمی است به اضافه روح غیر مادی. این تعریف انسان از دیدگاه فلسفی نوع مکتب روانشناسی ما رو تعریف میکنه. این ارتباط اولی. ارتباط دوم شناخته. ببینید در فلسفه شناخت مطرح است. شناخت در فلسفه به معنای حقیقت ذهن آدمی و قواعد اون در شناخت عالم خارج است. از طرف دیگه در روانشناسی شناخت یک پدیده روانی است. معرفت یک اتفاق روانی است. وقتی ما میخواییم جهان بیرون رو درک بکنیم و بشناسیم، این ادراک ما که به واسطه احساس شکل میگیره یک نوع پدیده روانیه. ما در تعریف روانشناسی عرض کردیم خدمتتون که روانشناسی یعنی رفتارها و حالات روانی انسان. شناخت یک حالت روانیه. وقتی ما یه پدیده رو درک میکنیم، درک میکنیم که یک چیزی خوبه بده، درک میکنیم که این اتفاق در پی اون اتفاقه، درک میکنیم که چیزی که میخوایم استفاده بکنیم خوبه یا بده، شناخت پیدا میکنیم، همه این ادراکات در ذهن ما شکل میگیره. پس یک پدیده روانیه. از طرف دیگه خود همین شناخت یک پدیده فلسفیه. پس روانشناسی و فلسفه در دو بُعد با هم ارتباط پیدا میکنن. ارتباط بین فلسفه و روانشناسی، یک در تعریف انسان، دو در شناخت. اینکه مکتب فلسفی ما انسان رو یک جسم بدونه یا جسم به اضافه روح تأثیر داره در اینکه نظریه روانشناسی که داده میشه چی باشه. نظریه باشه بر این مبنا که انسان فقط جسمه، یا انسان جسمی هست به اضافه روح. از طرف دیگه ارتباط دوم شناخت ارتباطی هست که بین فلسفه و روانشناسی برقرار میشه. شناخت یک حالت و اتفاق روانی هست. شناخت یک بحث اساسی با عنوان معرفت در فلسفه هست. خب با این پیش‌فرض میریم سراغ دو مکتب روانشناسی. مکتب روانشناسی رفتارگرا، مکتب روانشناسی گشتالت. و میخوایم بگیم که چه چیزی باعث میشه این دو مکتب روانشناسی شبیه همدیگه نباشن. میخوام بگم روانشناسی که موضوعش تحلیل رفتار و حالات روانی انسان هست، به خاطر تعریفی که در هر کدوم از این مکتب‌ها از طرف فلسفه در مورد انسان میشه با هم متفاوت شدن. یعنی اون نکته اساسی
تصوری که فلسفه در مورد انسان داره، تصوری که فلسفه در مورد ماهیت و حقیقت انسان داره، میتونه باعث نظریات متفاوت در هر کدوم از رشته‌های علوم انسانی بشه. روانشناسی تفاوت تعریف دو تا مکتب فلسفی در مورد انسان باعث شده دو تا مکتب روانشناسی متفاوت از هم دیگه متولد بشن. روانشناسی رفتارگرا توسط آگوست کانت، فیلسوف فرانسوی قرن 19 مطرح شد. آگوست کانت پیرو یک مکتبی بود به اسم مکتب تحصلی، یا اصطلاحا هم بهش میگن پوزیتیویسم یا واقعیتگرا. چی میگه مکتب تحصلی یا آگوست کانت که نظرش فلسفش پایه و اساس روانشناسی رفتارگرا قرار گرفته؟ میگه که شناختی که انسان حاصل میکنه بر اساس مشاهده است. شناختی که انسان حاصل میکنه بر اساس تجربه است. و شناختی که انسان حاصل میکنه محیط فوق‌العاده درش تأثیر گذاره. اصلا ذهن و حالات روانی انسان رو در نظر نمیگیره. این مکتب روانشناسی رفتارگرا هست و فلسفه‌ای که کانت مطرح میکنه با عنوان پوزیتیویسم باعث تولد روانشناسی رفتارگرا شد. اما اگه بخوایم ویژگی‌های روانشناسی رفتارگرا رو با همدیگه مرور بکنیم، از دیدگاه فلسفی باید این نکات رو خدمتتون بگم که دیدگاه فلسفی حاکم بر روانشناسی رفتارگرا عنوان می‌کنه که انسان ماشینی هست مرکب از رفتارهای معین. یادگیری و شناخت نوعی رفتار به شمار میره که محصول اساسی محیط هست. شخصیت انسان امتیازی جدای از محیطی که در اون پرورش پیدا کرده نیست و بر این اساس تمامی رفتارهای انسان قابل برنامه‌ریزی و پیش‌بینیه. یادتونه توی علوم طبیعی عنوان کردیم که یکسان عمل کردن طبیعت، آب در همه جا و همه زمان در 100 به جوش میاد، این یه قانون علمی و طبیعیه. اما آیا اینکه رفتار آدمی همه جا یکسان باشه یک قانونی میتونه باشه که در علوم انسانی مطرحه؟ نه. ولی پوزیتیویسم یا فلسفه آگوست کانت که اساس روانشناسی رفتارگرا قرار گرفته، چون بر مشاهده مبتنی هست، چون بر تأثیر محیط مبتنی هست و ذهن و حالات ادراکی آدم رو در نظر نمیگیره، بر اساس یک قانون طبیعی بنا شده. همون قانونی که خدمتتون جلسه قبل عرض کردم، توی درس قبل عرض کردم، یکسان عمل کردن طبیعت همه جا. به همین خاطر یکی از ویژگی‌های روانشناسی رفتارگرا این هستش که رفتار آدمی قابلیت پیشبینی رو داره. اینها ویژگی‌های روانشناسی رفتارگرا بود. اگر سوالی که توی کتابتون مطرح شده، اگر برای رفتار انسان قانونی همانند قانون‌های حاکم بر پدیده‌های طبیعی در نظر بگیریم، مثالی که خدمتتون گفتم، به کدام مکتب روانشناسی معتقد هستیم؟ کاملا مشخصه، روانشناسی رفتارگرا. روانشناسی رفتارگرا سعی میکنه قوانین علوم طبیعی رو وارد روانشناسی بکنه. قوانین علوم طبیعی مثل پیشبینی پذیری رفتار انسان. خب پس خلاصه خدمتتون بگم دوستای عزیزم، روانشناسی رفتارگرا به خاطر نوع نگاه فلسفی که در مورد انسان وجود داره و میگه انسان
جسم هست، انسان قابلیت احساس شدن به روش تجربی، به روش مشاهده رو داره، رفتارهای انسان قابل پیش بینی هست، به خاطر این ویژگی ها شده روانشناسی رفتارگر. یعنی ویژگی های روانشناسی رفتارگرا تأثیر پذیرفته از نوع نگاه فلسفی که به انسان وجود داره. اما در مقابل روانشناسی گشتالت، روانشناسی گشتالت دقیقاً در مقابل روانشناسی رفتارگرا قرار داره. روانشناسی گشتالت نتیجه تفکر فلسفی شخصی هست به اسم ایمانوئل کانت. ایمانوئل کانت در قرن 18 در آلمان بوده و تفکر فلسفیش این هست که ادراک انسان نمایش منفعلی از تأثیر عوامل محیطی نیست، بلکه علاوه بر محیط، ذهن انسان، حالتهای روانی ذهن انسان هم تأثیر داره در شکلگیری رفتار. رفتارگراها چی میگن؟ روانشناسی رفتارگراها میگن تأثیر محیط، مشاهده، احساس، تجربه. روانشناسی گشتالت چی میگه؟ میگه فقط اینها نیست، بلکه ذهن انسان، حالتهای روانی ذهن انسان هم، ادراک انسان هم میتونه تأثیر بذاره در اینکه رفتار به چه شکل صورت بگیره یا به چه شکل خودش رو نشون بده. خب برای روانشناسی گشتالت هم ویژگی هایی رو مطرح کردن که من میگم خدمتتون. نظریه گشتالت معتقد هست که انسان در یادگیری و شناخت اجزای تشکیل دهنده جدا از هم و یا در کنار هم رو درک نمی کنه، بلکه اونها رو به شکل کلی درک می کنه. کودکی رو در نظر بگیرید که مثلا میگه کلمه بابا یا مامان رو به زبون میاره. گشتالت میگه وقتی این کودک کلمه بابا یا مامان رو به زبون میاره، با کل این کلمه ما سر و کار داریم. بعدها کودک میپردازه به این که کلمه بابا یا مامان از حروف ب، الف، میم، الف و اینها تشکیل شده. گشتالت یعنی کلی نگری، گشتالت یعنی در نظر گرفتن محیط به اضافه ذهن. روانشناسی رفتارگرا یعنی فقط محیط. پس میخوام اینو خدمتتون بگم که نوع نگاه فلسفی ما در مورد انسان میتونه باعث بشه که در روانشناسی رویکردهای متفاوتی شکل بگیره. اون نگاه فلسفی که به ما میگه انسان فقط جسمه، محصولش میشه روانشناسی رفتارگرا که اهمیت میده به تجربه، احساس، جسم، محیط. اما اون مکتب فلسفی که میگه انسان، حقیقت انسان هم جسم هست و هم روح هست، محصولش میشه روانشناسی گشتالت که عنوان میکنه رفتارهای ما محصول محیط و حالتهای روانی ماست، محصول محیط و ذهن ما هست، محصول محیط و ادراک ما هست. خب مطمئنم با توضیحی که خدمتتون ارائه کردم این بحث براتون جا افتاده. توی تمرینی با عنوان تطبیق یک سری گزاره داده، یک سری جمله داده و از ما خواسته که مشخص بکنیم که این جملات زیر مجموعه روانشناسی رفتارگرا قرار میگیرن یا روانشناسی گشتالت. جمله اول: احساسات انسان چیزی جز بازتاب عوامل خارجی نیست. روانشناسی رفتارگرا. جمله دوم: افکار و باورهای ما فقط تابعی از شرایطی است که در اون قرار داریم. روانشناسی رفتارگرا. روان حقیقت مستقلی است که می تواند در امر شناخت فعالانه شرکت کند. روانشناسی گشتالت. یادگیری
نوعی رفتار کورکورانه و انفعالی است. روانشناسی رفتارگرا. یادگیری عبارت از دخل و تصرف عوامل ذهنی در داده‌های تجربی است. روانشناسی گشتالت. روح و روان لوح سفیدی نیست که همه محتوای آن از تجربه‌های محیط تأمین شود. روانشناسی گشتالت. ماده تمام واقعیت انسان رو تشکیل نمیده. روانشناسی گشتالت. خب تا اینجای کار ما با ارتباط فلسفه با یکی از رشته‌های علوم انسانی با عنوان روانشناسی آشنا شدیم. عنوان کرده بودیم که ارتباط بین فلسفه و علوم انسانی به شکل کلی برمیگرده به این که فلسفه چه تعریفی از انسان و حقیقت انسان ارائه میده و ارتباط بین فلسفه و روانشناسی برمیگرده به اینکه فلسفه چه تعریفی از انسان و شناخت ارائه میده. دو نوع روانشناسی رفتارگرا و روانشناسی گشتالت برمیگرده به اینکه فلسفه چه تعریفی از انسان ارائه میده. تعریف فلسفه از انسان با این مفهوم که انسان همین جسم مادی است منجر میشه به روانشناسی رفتارگرا که آگوست کونت با مکتب تأصلی و پوزیتیویسم اساس اون رو ساخته و پرداخته کرده و میگه که شناخت انسان بر اساس مشاهده است. تأثیر محیط میچربه بر تأثیر عوامل ذهنی و روانشناسی گشتالت محصول اون تفکر فلسفی است که انسان رو تعریف میکنه از جسم و روح غیر مادی و ذهن و میگه که در تولید رفتارهای ما علاوه بر محیط حالتهای روانی و ذهن ما هم تأثیر گذاره. حاصل تفکر فلسفی ایمانوئل کانت هست و میگه ادراک انسان نتیجه تأثیر محیط به اضافه ذهن انسان هست. اما رشته دومی که ما میخوایم بررسی بکنیم از علوم انسانی و ارتباطش رو با فلسفه بیان بکنیم جامعه شناسی هم. فلسفه و جامعه شناسی چه ارتباطی میتونن با هم دیگه داشته باشن؟ این نکته رو مدام یادآور بشیم به خودمون که ارتباط بین فلسفه و علوم انسانی برمیگرده به تعریف فلسفه از انسان، از ماهیت و حقیقت انسان. خب در اینجا هم به همین شکل هست. ارتباط بین فلسفه و جامعه شناسی برمیگرده به این که فلسفه چه تعریفی از انسان ارائه میده. اما اجازه بدید قبل از اینکه بپردازیم به این مسئله تعریفی از جامعه و جامعه شناسی ارائه بدیم. جامعه تجمع گسترده ای از مردم هست که کنار هم جمع شدن، عقاید، سنت‌ها، ارزش‌ها و فرهنگ مشترکی دارند، اهداف مشترکی برای خودشون تعریف کردن و برای رسیدن به این اهداف مشترک با همدیگه همکاری می‌کنند، با همدیگه تعاون دارند. اگر جمعی رو سراغ داشتیم با این ویژگی‌ها ما به اون میگیم جامعه. اما جامعه شناسی چی هست؟ جامعه شناسی در واقع رفتارهای اجتماعی و تحولات اجتماعی رو مورد بررسی قرار میده. جامعه شناسی رفتارهای اجتماعی و تحولات اجتماعی رو مورد بررسی قرار میده. دو نکته توی کتابتون مطرح کرده در رابطه با ارتباط بین فلسفه و جامعه شناسی. یکی اصالت فرد و جامعه هست، دیگری انسان و پایگاه طبقاتی او هست. اصالت فرد و جامعه یعنی چی؟ تفکر فلسفی که
بیان میکنه. ما وقتی به یک جامعه نگاه میکنیم اولویت و اصالت رو به فرد بدیم یا جامعه، روی تفکر جامعه شناختی ما تأثیر میذاره. اصالت فرد چی میگه؟ اصالت فرد میگه که جامعه چیزی نیست مگر افرادی که دور هم جمع شدن. یعنی تک تک این افراد نباشن جامعه معنایی نداره. یعنی اصالت با افراد هست. اصالت جامعه چی میگه؟ اصالت جامعه میگه که نه، اصالت با خود جامعه هست و میچربه این تعریف بر افراد، افرادی که اون جمع رو شکل دادن. و این نکته که اصالت با فرد هست یا جامعه، میخواد بگه که جامعه رو افراد میسازن یا جامعه شکل میگیره و افراد درون اون قرار میگیرن، این بحث یک بحث فلسفیه. مورد دوم، انسان و پایگاه طبقاتی اون. این سوال که انسان محصول پایگاه طبقاتی خودشه، اینکه چه طبقه ای از جامعه باشه، اینکه در چه دوره ای از تاریخ داره زندگی میکنه، جزء طبقه متوسط جامعه باشه، جزء طبقه مرفه جامعه باشه، جزء طبقه پایین جامعه باشه، اینکه انسان در چه جایگاهی هست، پایگاه طبقاتی انسان چی هست و اون تأثیر میذاره روی رفتارهای اجتماعیش، روی تحولات اجتماعی. این سوال یک سوال فلسفیه. این سوال که آیا انسان محصور و محدود در پایگاه طبقاتی خودش هست یا نیست، این یک سوال فلسفیه. خب توی بحث انسان و پایگاه طبقاتی چند مکتب فلسفی رو عنوان کرده که من خدمتتون خواهم گفت، اما اجازه بدید به یه شکل دیگه این بحث رو خدمتتون عنوان بکنم. توی جامعه شناسی، گفتم توی جامعه شناسی رفتارهای اجتماعی و تحولات اجتماعی مورد بررسی قرار میگیره، اما فلسفه با بررسی این که توی جامعه اصالت با فرد هست یا جامعه، انسان تحت تأثیر پایگاه طبقاتیش هست یا نیست، فلسفه با طرح کردن این موضوعات مشخص میکنه که فرد چه رفتاری رو انجام بده توی جامعه، مشخص میکنه که تحولات اجتماعی چطور شکل میگیرن. و این نکته پیوندی هستش که بین فلسفه و جامعه شناسی وجود داره. اما در رابطه با انسان و پایگاه طبقاتی اون، مکتب فلسفی مارکسیسم معتقد هست که عقاید، ارزش‌ها، فرهنگ که رفتار فرد رو تعیین میکنن شدیداً متأثر هست از پایگاه طبقاتی فرد. یعنی اینکه رفتار فرد در جامعه به چه شکل باشه، تحولات اجتماعی به چه شکل رقم بخوره، همه اینها برمیگرده به اینکه انسان دارای چه پایگاه طبقاتی است. اما مکتبی دیگه ای که وجود داره، مکتب فلسفی دیگه ای که وجود داره، مکتب الهی هست. مکتب الهی میگه انسان با روح غیر مادی و فطرت الهی که داره صاحب یک اراده آزاده، اراده ای که فارغ از پایگاه طبقاتی اونه. مهم نیسته که شما جزء طبقه اشراف باشید یا جزء طبقه پایین جامعه، اینکه شما ارادتون برای اینکه روحتون رو پرورش بدید آزاد هست از پایگاه طبقاتیتون. فرقی نداره شما یک کارگر باشید یا یک اشرافزاده، شما میتونید یک انسان الهی باشید. همونطور که در اسلام مطرح هستش که کسایی که در اوائل اسلام در عصر جاهلیت در عربستان اون موقع جزء برده ها بودن و طبقه که
جز اشراف بودن پیامبر ما صلوات الله علیه عنوان میکردن که اینها هیچ فرقی با هم دیگه ندارن، اینها میتونن اون روح الهی خودشون رو پرورش بدن. برعکس اون طبقه اشراف که میگفتن ما نه برده ها رو همتراز خودمون نمیدونیم، عنوان میکرد که انسان به ما هو انسانه، فارغ از رنگ و نژاد و ثروت و همه اینها. پس یک مکتب فلسفی که مکتب الهی هست، انسان رو خارج از پایگاه طبقاتیش تعریف میکنه، برخلاف مثلا مکتب مارکسیست که میگه نه، ارزش ها، عقاید و فرهنگ فرد، افراد شدیداً وابسته به جایگاه و پایگاه طبقاتی اون هست. خب ارتباط بین فلسفه و جامعه شناسی به این شکل برای ما آشکار میشه. اجازه بدید به شکل کاملا خلاصه خدمتون عنوان بکنم. جامعه مجموعه گسترده ای از افراد هست که با ارزش‌ها، عقاید و اهداف مشترک کنار هم دیگه جمع شدن و میخوان به اهداف مشترکی دست پیدا بکنن از طریق تعاون و همکاری. جامعه شناسی رفتارهای اجتماعی فرد و تحولات اجتماعی رو بررسی میکنه. فلسفه و جامعه شناسی با همدیگه ارتباط پیدا میکنن. اینکه اصالت در جامعه با فرد هست یا با جامعه یک بحث فلسفی هست. اینکه انسان آیا مجبور و محصور و محدود به پایگاه طبقاتی خودش هست یا نیست یک سؤال فلسفی هست، اگرچه یک پای این سوال هم در جامعه شناسی. و دو مکتب فلسفی که عنوان کردیم خدمتون، مکتب فلسفی مارکسیسم و مکتب فلسفی الهی، که دوتاشون هم به یک شکل خاصی عنوان میکنن که انسان چه ارتباطی با پایگاه طبقاتیش میتونه داشته باشه. مارکسیسم میگه که انسان اسیر پایگاه طبقاتی خودش هست، اما مکتب الهی میگه که انسان آزاد از پایگاه طبقاتی خودش میتونه اون روح الهی خودش رو پرورش بده. خب یک سوال مطرح شده توی کتابتون. به نظر شما اگر کسی به تأثیر مطلق پایگاه اجتماعی بر انسان عقیده داشته باشد، چه فلسفه‌ای رو باید بپذیره؟ کاملا مشخصه، فلسفه مارکسیسم، زیرا این مکتب بر این باور است که هر فرد بر حسب پایگاه طبقاتی خود دارای عقاید، ارزش‌ها و فرهنگ خاصی است. اما سومین رشته، بله سومین رشته از علوم انسانی که سیاست هست، به چه شکل ارتباط پیدا می‌کنه با فلسفه؟ نکته اساسی که در علوم سیاسی یا سیاست مطرح هست این هست که حاکمیت و قدرت سیاسی متعلق به چه شخصیه؟ متعلق به کیه؟ یا با عنوان کتابتون از آن کیست؟ پاسخی که به این سوال داده میشه تحت تأثیر مکتب فلسفیه. پاسخ به این سوال تحت تأثیر فلسفه هستش. کلید ارتباط بین فلسفه و علوم سیاسی هست. مکتب فلسفی مارکسیسم حاکمیت رو، قدرت سیاسی رو حق طبقه پرولتاریا یا طبقه کارگر میدونه و معتقده اگر طبقه کارگر و پرولتاریا به حکومت برسه، اون حکومت دارای مشروعیت سیاسی هست. یه عده دیگه، یه مکتب فلسفی دیگه که جامعه شناسای غربی هستن، عنوان میکنن که حاکمیت و قدرت سیاسی از آن اکثریت. اگر اکثریت مردم در قالب نماینده هاشون میان رأی میدن، در قالب نماینده هاشون به حکومت برسن، اون حکومت دارای مشروعیت سیاسی هست. در اسلام حکومت و اقتدار از آن خداونده
و بعد از خداوند متعلق به پیامبر صلوات الله علیه و بعد از اون ائمه اطهار سلام الله علیها و بعد از اون در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف متعلق به ولی امر هست. خب مکتب فلسفی اسلام هم این رو داره عنوان میکنه. مکتب فلسفی که بر اساس دیکتاتوری هست، بر اساس استبداد هست، عنوان میکنه که حکومت متعلق به یک فرد هست و اون فرد دیکتاتوره. خب پس فلسفه سیاسی در واقع عنوان میکنه که حاکمیت از آن کیست. پس ارتباط بین فلسفه و سیاست یا علوم سیاسی به عنوان یکی از رشته‌های علوم انسانی در این تعریف میشه که حاکمیت از آن کیه، متعلق به کی است. مارکسیستا میگن متعلق به طبقه پرولتاریا، جامعه شناسای غربی میگن متعلق به اکثریت، مکتب الهی و اسلام میگه از آن خداوند و به تبع خداوند از آن ولی یا ولایت که پیامبر، ائمه اطهار و در زمان غیبت حضرت علی عصر ارواح له الفدا متعلق هست به ولی امر مسلمین. و در فلسفه استبدادی حکومت متعلق به یک فرد هست که بحث دیکتاتوری مطرح میشه. پس ارتباط بین فلسفه و سیاست با این نکته است که حاکمیت از آن کیست. توی کتابتون یک نکته مطرح شده، عنوان شده که با مراجعه به سوره مائده آیه ای را پیدا کنید که ولایت و حاکمیت را از آن خدا می داند. اون آیه را ما پیدا کردیم، ترجمهش رو خدمتون می خونم. ولی امر شما خدا و رسول او و مؤمنانی هستند که نماز به پا می دارند و به فقیران در حال رکوع زکات می دهند، که این در حال رکوع زکات دادن اشاره مخصوصی هست به ائمه اطهار و حضرت علی علیه السلام که این اتفاق در مورد ایشون افتاد. خب نکته بعدی بحث فلسفه و اخلاق هست. فلسفه چطور ارتباط پیدا میکنه با اخلاق؟ عنوان کردیم که سوالهای اساسی در این رابطه مطرح میشه. اخلاق به ما میگه که مثالهایی که توی کتابتون زده، راستی خوبه، درستی خوبه، وفای به عهد خوبه، عفت خوبه، فروتنی خوبه، عهد شکنی بده، دروغ بده، خیانت بده، بی ادبی و ناپاکی و تکبر بده، همه اینها بده. اما فلسفه میگه که چرا اینها خوبه، چرا اینها بده؟ سوال فلسفی اینه، از خوبی ها و بدی ها و بایت ها و نبایت های اخلاقی صحبت میکنه. میخواد در واقع یک تبیین عقلانی پیدا بکنه برای اینکه چرا این خوبه، چرا این بده، چرا راستگویی خوبه، دروغگویی بده. یه بحث فلسفیه. اگر راستگویی خوبه همیشه و همه جا خوبه، یا بعضی جاها راست گفتن بده بعضی جاها خوبه، این نکته، این سوال یک سوال فلسفیه که آیا اخلاق یک امر نسبیه، یعنی بعضی جاها خوبه بعضی جاها بده. این سوال فلسفی هست. پاسخ این گونه سوال ها که چرا این خوبه، چرا این بده، این چیز خوب همیشه خوبه یا همیشه بده، یا بعضی جاها خوبه بعضی جاها بده، یا به شکل دیگه اخلاق یک پدیده نسبی هست یا مطلق، پاسخ این گونه سوال ها برمیگرده به فلسفه اخلاق. اما انواع فلسفه اخلاق، نوع نگاه فلسفه به انسان، اخلاق رو هم به چند گونه تقسیم کرده. بعضی ها
اخلاق رو یک امر اعتباری میدونند، یعنی نتیجه یک قرارداد اجتماعی میدونند که بین مردم یک قبیله، یک قوم، یک ملت گذاشته میشه. مثلا یه عده‌ای برمیگردن بین خودشون توافق میکنن که بالفرض این خوبه، یه عده دیگه همون رو برمیگردن توافق میکنن که نه این بده. یه عده میگن که بله اخلاق یک امر اعتباری و قراردادی هست که به نظر میاد این غلطه. یه عده اخلاق رو، خوبی و بدیش رو، یا نسبی بودن و مطلق بودنش رو مربوط میکنن به این که منفعت ما چی اقتضا میکنه. منافع فردی و منافع عمومی که تعیین میکنه چه چیزی خوبه چه چیزی بد، و این هم اشتباهه. یعنی اخلاق رو به پست‌ترین حالت خودش میکشونه. یعنی اگه یه جای به نفع من بود دروغ بده، اگه یه جای به ضرر من بود دروغ خوبه. اگه راست گفتن به نفع من باشه خوبه، اگه راست گفتن به ضرر من باشه بده. یعنی اخلاق تعریفش خوبی و بدیش به این که نفع من رو تأمین میکنه یا نمیکنه، و این هم اشتباهه. یا یک عده دیگه معترف هستن به این قضیه که اخلاق رو وابسته به وجدان میدونن. یعنی یه جاهای وجدان ما میگه که این چیز خوبه، این چیز بده. اما این پایه و اساس درستی هم نمیتونه باشه، چون وجدان بعضی وقتا تحت تأثیر یک سری شرایط میتونه احساسی عمل بکنه و یک مورد بد اخلاقی رو خوب بدونه یا یک مورد خوب رو حتی بد بدونه. اما فلسفه اخلاق با سرچشمه دین عنوان میکنه که چیزی خوب هست که خداوند و خالق اون رو خوب بدونه، و چیزی بد هست که خداوند و خالق اون رو بد بدونه. ما باید خودمون رو در محضر خداوند بدونیم، خداوند رو حاضر و ناظر بر اعمال خودمون بدونیم، و اینجوری هست که پی میبریم که چیزی خوب هست یا بد هست. پس مکتب فلسفی هم وجود داره که میگه خوب بودن یا بد بودن یک پدیده برمیگرده به این که خداوند و خالق ما چه رأی و نظری در مورد اون پدیده داره. خب پس این که چه چیزی خوب هست و چه چیزی بد هست، و این که این چیز خوب همیشه خوب هست یا همیشه بد هست، و یا بعضی جاها خوب هست بعضی جاها بد هست، بحث نسبی بودن اخلاق، اینها سوالهای اساسی هستش که فلسفه اخلاق به اونها پاسخ میده. توی کتابتون با عنوان تطبیق یک سری جملات رو مطرح کرده و از ما خواسته که نظر بدیم در مورد نسبی بودن اونها به عنوان یک ارزش اخلاقی یا مطلق بودن اونها به عنوان یک ارزش اخلاقی. گزاره یا جمله اول: فرد برای حفظ منافع خود دروغ میگوید. خب این برمیگرده به نسبی بودن ارزش‌های اخلاقی. فرد در همه جا به خوب بودن راستگویی معتقد است، نظریه مطلق بودن ارزش‌های اخلاقی. جمله بعدی: خوبی و بدی بر اساس نوعی قرارداد معتبر می‌گردد. این یعنی این ارزش اخلاقی نسبیه. ارزش اخلاقی به منافع فردی یا جمعی وابسته است. این هم برمی‌گرده به نسبی بودن یک ارزش اخلاقی. ارزش‌های اخلاقی ریشه در سرشت انسان دارد. این برمی‌گرده به مطلق بودن ارزش‌های اخلاقی. انسان فطرتاً عدالت‌خواه است. این برمی‌گرده به مطلق بودن ارزش‌های اخلاقی. بحث بعدی ما در مورد هنر و فلسفه هنر هست. توی هنر یا فلسفه هنر بهتره بگم، سوالاتی مطرح میشه با این عنوان که زیبایی چیست یا زیبایی چیه؟ ما چه چیزی رو میتونیم زیبا بدونیم و چه چیزی رو میتونیم زشت بدونیم؟ فرق یک هنرمند با آدمهای معمولی در چی هست؟
آیا همه مردم زیبایی رو به یک اندازه درک می کنند؟ چرا بعضی ها مثل شاعران زیبایی رو به یک شکل دیگه درک می کنند؟ در واقع فلسفه هنر پاسخ دادن به همین سوالهای اساسی هستش که در هنر مطرح میشه. هنر، خود هنر در واقع جلوگاه نگاه انسان هست به جهان طبیعت، نوع نگاه خاص انسان هست به جهان طبیعت. اما سوالهایی که به شکلی که براتون مطرح کردم و دنبال پاسخ هست در حیطه فلسفه هنر قرار میگیره. سوالی که توی کتابتون مطرح شده این هست که فکر میکنید چرا عده‌ای به زیبایی‌های موجود در طبیعت توجه دارن و عده‌ای توجه ندارن؟ خب پاسخ سوال برمیگرده به این که بعضی‌ها تونستند از زندگی معمولی و عرفی خودشون فاصله بگیرن و ساختار روحی و روانی لطیفتری دارن و طبیعتاً زیبایی رو بیشتر احساس میکنن. یا سوال بعدی که مطرح شده گفته که اگر دو تابلو از زیباترین تابلوهای جهان باشند، آیا باز میتوان گفت که یکی از این دو تابلو زیباتره؟ بله، چون کسانی که اون دوتا تابلو رو میبینن علاوه بر تفاوتهایی که از نظر ظاهری دارن، از نظر بیولوژیکی دارن، از نظر ژنتیکی دارن، تفاوتهایی هم در حالات روحی و روانی خودشون دارن. به همین خاطر میتونن انتخاب بکنن که یک تابلو از تابلوی دیگر زیباتر هست. هنر در هر دوره از تمدن متأثر بوده از نوع نگاهی که انسان به جهان هستی داره. مثلا در تمدن اسلامی اتفاقاتی که افتاده در رابطه با هنر نوع نگاه انسان اسلامی یا مسلمان رو به جهان طبیعت و جهان هستی نشون میده. تفکر اسلامی عنوان میکنه که هر ذره ای از جهان نقش و نگاری از جمال الهی است. پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرمودن ان الله جمیل و یحب الجمال، خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد. شاعران و آواز سرایان مشهوری که در جهان اسلام وجود داشتند، همینطور معماری های حیرت انگیز مساجد، مناره ها، گنبد ها، همینطور خطاطی های پرشکوه و زیبایی که وجود داشتند در نگارش قرآن و امثال هم، همینطور تلاوت ها و قرائت های موزون و زیبایی که در رابطه با کتاب مقدس ما قرآن کریم صورت میگیره، همه اینها میتونه نشون بده که هنر در تمدن اسلامی و در تفکر اسلامی نگاه ویژه‌ای رو به جهان طبیعت ارائه میده. در تمدن یونان باستان، در دوران مسیحیت قرون وسطا و همینطور در دوران رنسانس هم با توجه به نگاهی که اونها به جهان هستی داشتن، هنر معناهای خاص خودش رو پیدا می‌کنه. اگر بخوایم به شکل کاملا خلاصه ارتباط بین فلسفه و علوم انسانی رو مطرح بکنیم، برمیگردیم به این که فلسفه چه نوع تفکری رو در مورد ماهیت و حقیقت انسان ارائه میده. نوع تفکر فلسفی ما در مورد ماهیت انسان مبنا هست برای نظریه های ما در هر کدوم از رشته های علوم انسانی: روانشناسی، جامعه شناسی، سیاست، اخلاق و هنر. موضوع ابعاد وجودی انسان و شناخت مسئله هستش که دانش فلسفه رو با روانشناسی ارتباط میده. این مطلب که اصالت با فرد هست و یا جامعه، اینکه انسان تحت تأثیر پایگاه طبقاتی خودش هست یا آزاد از اون، ارتباط بین فلسفه و جامعه شناسی رو مشخص میکنه. اینکه حاکمیت از آن کیست، ارتباط بین فلسفه و علوم سیاسی رو مشخص میکنه. اینکه اخلاق، در اخلاق ما پی به این ببریم که چه چیزی خوب هست و چه چیزی بد،
آیا همیشه و همه جا اون مقوله خوب هست؟ بعضی جاها هست یا بعضی جاها نیست، همون بحث نسبی بودن یا مطلق بودن یک ارزش اخلاقی فلسفه رو با اخلاق ارتباط میده. و سوالهای اساسی که در هنر مطرح میشه که زیبایی چیست، زشتی چیست، تفاوت دیدگاه یک هنرمند با دیگران چی هست و امثال هم، ارتباطی هستش که بین فلسفه و هنر برقرار میشه. امیدوارم با مبحثی که خدمتون ارائه دادم پی به ارتباط بین فلسفه و علوم انسانی برده باشید. با تمرین‌های درس دوم در خدمتون هستیم. امیدوارم به شکلی به این تمرین‌ها توجه کنین که توی ذهنتون موندگار باشه و توی امتحاناتتون به راحتی با این سوالایی که براتون مطرح می‌کنم براتون یادآوری بشه و بهترین پاسخ‌های ممکن رو به این سوالات بدین. خب سوال اولی که توی این تمرین ها مطرح شده این هست: پاسخ مکاتب فلسفی به مسائلی از قبیل شناخت، رابطه روح و جسم و بحث شناخت چه تأثیری در دیدگاه های روانشناسی می‌گذارد؟ خب پاسخ به این ترتیب هست: اگر فیلسوفی معتقد باشد که انسان علاوه بر جسم مادی دارای روح غیر مادی هم هست، این دیدگاه روانشناسی که از این دیدگاه برخواسته متفاوت هست با نگاه روانشناسی که مکتب اون بنا شده بر دیدگاه فیلسوفی که عنوان میکنه انسان چیزی غیر از این جسم مادی نیست. سوال دومی که مطرح شده عنوان کرده که رابطه فلسفه و جامعه رو با توجه به اصالت فرد و اصالت جامعه توضیح بدین. مطمئنم یادتون هست که یکی از مسائلی که مطرح شد در رابطه با ارتباط بین فلسفه و جامعه شناسی ذکر این یه نکته بود که اصالت با فرد هست یا جامعه. پاسخ این سوال: برخی از جامعه شناسان در نظریات خود اهمیت و اصالت را به فرد می دهند و بعضی به جامعه. این مطلب که آیا اصالت با فرد است یا با جامعه یک بحث فلسفیه. سوال سومی که مطرح شده عنوان شده که دیدگاه مکتب مارکسیسم را با اسلام درباره انسان و پایگاه طبقاتی او با یکدیگر مقایسه کنید. پاسخ این هست که در مکتب مارکسیسم اعتقاد به این است که هر فرد بر حسب این که در کدام پایگاه اقتصادی قرار دارد و در کدام دوره تاریخی میزیسته تحت تأثیر اون پایگاه طبقاتی خودش قرار داره. اما در مقابل این طرز تفکر دیدگاه اسلام قرار داره که عنوان میکنه انسان با روح غیر مادی و فطرت الهی خودش صاحب اراده آزاد هست که میتونه خود رو از قید و بند پایگاه طبقاتی خودش آزاد کنه. خب سوال بعدی که مطرح شده عنوان کرده که دیدگاه مکتب مارکسیسم رو با اسلام از نظر حکومت مقایسه کنید. همونطور که یادتون هست در مباحثی که داشتیم خدمتتون گفتم دیدگاه مارکسیسم در رابطه با حکومت عنوان میکنه که حکومت متعلق به طبقه پرولتاریا که همون طبقه کارگر هست میباشد. پاسخ یک کلمه است: مارکسیسم حکومت رو حق طبقه پرولتاریا یعنی کارگر میدونه، اما دیدگاه اسلام حکومت رو از آن خداوند میدونه و عنوان میکنه شخصی دارای مشروعیت سیاسی هست که گفته های خداوند، احکام خداوند، دستورات خداوند رو بیان و اجرا کنه. خب پس این هم دیدگاه مارکسیسم و دیدگاه اسلام در رابطه با حکومت. سوال بعدی که مطرح شده طی تمرین‌های این درس عنوان شده که چه نوع بحثی پیرامون خوبی‌ها و بدی‌ها در قلمرو فلسفه اخلاق قرار می‌گیره. مطمئنم یادتون هست
مباحثی مثل این که خوبی چیست؟ بدی چیست؟ چرا راستگویی خوبه؟ چرا دروغگویی بده؟ سوالهایی از این قبیل که آیا ارزشهای اخلاقی نسبی هستند یا مطلق؟ یعنی چی؟ یعنی آیا راستگویی همیشه و همه جا درسته خوبه یا فقط بعضی جاها و در بعضی از مکانها؟ خب در فلسفه اخلاق این نوع سوالها مطرح میشه. سوال بعدی که عنوان کرده پرسیده که چه نوع بحثی پیرامون زیبایی ها و زشتی ها در قلمرو فلسفه هنر قرار میگیره. پاسخ چه نوع سوال ها، چه نوع پرسش هایی؟ زیبایی چیست؟ زشتی چیست؟ چه چیزی رو باید زیبا دونست و چه چیزی رو باید زشت دونست؟ فرق یک هنرمند با دیگران در چیه؟ آیا همه مردم زیبایی رو درک می کنند؟ چرا بعضی از مردم مثل شاعران زیبایی رو بیشتر از مردم عادی درک می کنند؟ این نوع سوال ها سوال هایی هستش که در قلمرو فلسفه هنر قرار می گیره. سوال بعدی که مطرح شده یک سوال چهارگزینه‌ای هست که من مطمئنم کتابتون الان دم دستتون هست و دارید می بینید. سوال هفت هست، عنوان شده که نظریات دانشمندان در رشته های مختلف علوم انسانی مبتنی بر جای خالی است. خب گزینه اول، آشنایی آنها با حقیقت ذهن آدمی و قواعد آن در شناخت واقعیت. ب فرهنگ جامعه و طبقه اقتصادی که به آن تعلق دارند. جیم شناخت آنها از انسان و ابعاد وجودی او. دال شناخت آنها از حالات روانی انسان و رفتار او. خب مطمئنم یادتون هست گزینه صحیح گزینه جیم هست، یعنی به تعبیری نظریات دانشمندان در رشته های مختلف علوم انسانی مبتنی بر شناخت آنها از انسان و ابعاد وجودی اوست. من مطمئنم یادتون هست در رابطه بین فلسفه و علوم انسانی عنوان کردیم که این نکته که فلاسفه چه نوع تصوری در مورد انسان و حقیقت وجودی انسان و ابعاد وجودی انسان دارند پایه و اساس مکاتب گوناگون در رشته های علوم انسانی هست. پس پاسخ صحیح جیم هست، شناخت آنها از انسان و ابعاد وجودی او. سوال هشت، عنوان شده در مکتب مارکسیسم درباره تأثیر پایگاه طبقاتی بر عقاید و فرهنگ انسان اعتقاد بر این است که الف انسان با ارزیابی اندیشه ها و آرمان ها به وسیله عقل و منطق برای خیش عقاید و فرهنگ خاصی برمی‌گزیند. خب این نیست. گزینه ب که گزینه صحیح ما هست، دقیقا توجه کنید، عقاید و فرهنگ هر فرد تابع طبقه اقتصادی او و آن دوره ای از تاریخ است که وی در آن زندگی می کند. این دقیقا پایه و اساس دیدگاه مارکسیسم هست که عقاید، ارزش‌ها و فرهنگ انسان دقیقا تابع پایگاه اقتصادی او و دوره ای از تاریخ است که او در آن زندگی می کرده است. خب پس گزینه مد نظر ما گزینه ب هست. گزینه جیم و گزینه دال هم که گزینه صحیح نیستن ولی اونها رو می خونیم. جیم انسان مانند یک قطع موم نیست که در دست شرایط اقتصادی و اجتماعی زمانه شکل گیرد. خب این هیچ تناسبی با مکتب مارکسیسم نداره. گزینه دال، آدمی اگر به فطرت الهی خیش بازگردد میتواند خود را از تأثیر مطلق پایگاه طبقاتیش آزاد سازد، که این نکته و این گزینه هم ربط پیدا میکنه به مکتب الهی و نه مکتب مارکسیسم. سوال نهم که باز هم به شکل چهار گزینه‌ای هست،
کدام یک از مسائل زیر برخواسته از بینش فلسفی جامعه شناسان نیست و بحث درباره آن فلسفی نمی باشد؟ الف، حقیقت جامعه چیست و چرا جوامع به وجود می آیند؟ خب بی ارتباطه. ب، آیا انسان می تواند مستقل از پایگاه طبقاتی خود برای خیش فرهنگ خاصی انتخاب کند؟ جیم، تک محصولی بودن ایران چه مشکلاتی را برای ما به وجود آورده است؟ خب، پاسخی که مد نظر ما هست گزینه دال هست. چرا؟ چون گزینه دال الف و جیم هست و الف و جیم بحث درباره گزینه های الف و جیم بحث فلسفی نمی باشد. سوال بعدی که باز هم یک سوال چهار گزینه هست عنوان کرده که کدام یک از مسائل زیر متعلق به فلسفه هنر است؟ الف، در نگارگری ایرانی چه عناصری الهام بخش هنرمند بودند؟ ب، کدام اقوام اولین بار روی سفال نقاشی کردند؟ جیم، ویژگی نقش برجسته های تخت جمشید چیست و دال هنر چیست و منشأ آن چه می باشد؟ گزینه مد نظر ما که متعلق به فلسفه هنر هست گزینه دال هست، یعنی در فلسفه هنر از این سوال می شود که هنر چیست و منشأ آن چه می باشد؟ جدیدتون در رابطه با فلسفه اولا یا مابعد الطبیعه هست. ما طی درس‌های قبلی عنوان کردیم که فلسفه یعنی کوشش ما برای درک حقیقت پدیده‌ها و اموراتی که دور و برمون وجود داره برای تبیین عقلانی اونها، و به نوعی اشاره کردیم که کار فلسفه در واقع کشف حقایق امور هست، اموری که مربوط به علوم طبیعی و علوم انسانی هست و کشف مبانی اونها برای تحلیل عقلانی اونها. اما دوستای عزیزم، این رو در نظر داشته باشید که فلسفه اولا می پردازد به مسئله غیر از این مسائلی که تا الان خدمتتون عنوان کردم، به خاطر اینکه بدونیم فلسفه اولا یا ما بعد الطبیعه به چه چیزی می پردازه، اجازه بدید بحثمون رو از اینجا شروع کنیم که در جهان پیرامون ما چیزهای زیادی وجود دارن، مثل سنگ ها، درخت ها، حیوانات، انسان ها، گیاهان و امثال هم. خب، تحلیل و بررسی هر کدوم از اینها بر عهده علوم مختلف است. مثلا ریاضیات می پردازه به این که کمیت و مقدار این چیزهایی که خدمتتون گفتم به چه شکل است. ریاضیات با اعداد سرکار داره، با کمیت و با مقدار سر و کار داره. پس بررسی این چیزهایی که خدمتتون گفتم از بعد کمیت و مقدار بر عهده علم ریاضی هست. یا در علم فیزیک ما میپردازیم به خواص ماده، خواصی مثل سردی و گرمی، انرژی، سکون و حرکت. همه این خواصی که میتونه یک ماده داشته باشه به این شکل رو فیزیک، علم فیزیک مورد مطالعه قرار میده. یا در زیست شناسی ما حیات و عدم حیات، یعنی زنده بودن یا غیر زنده بودن موجودات رو بررسی میکنیم. در واقع موجودات رو از این حیث که زنده هستند یا زنده نیستند در علم زیست شناسی مورد بررسی قرار میدیم. اما تمامی این موجوداتی که خدمتتون گفتم، سنگ ها، گیاهان، درخت ها، حیوانات، انسان و هر چیزی که وجود داره، درسته که با هم تفاوت دارن. سنگ سنگ، فلز فلز، حیوان حیوانه،
درخت درخته، اما در یک چیز مشترکند و اون چیز این هست که همگی اونها وجود دارند، همگی اونها وجود دارند. اون علمی که به بررسی وجود موجودات میپردازه ما بهش میگیم فلسفه اولا یا ما بعد الطبیعه. پس فلسفه اولا یا ما بعد الطبیعه رو اگر ازتون پرسیدند که به چه چیزی میپردازه، شما عنوان میکنید که علم به احوال موجودات از آن حیث، از آن جنبه که وجود دارند، نه از جنبه کمیت و مقدار، نه از جنبه خواص ماده، نه از جنبه زنده بودن یا غیر زنده بودن، بلکه از جنبه این که وجود دارند. پس ما در فلسفه اولا و ما بعد الطبیعه میپردازیم به این که موجودات رو مورد بررسی قرار میدیم از این حیث که هستند و وجود دارند. پس موضوع فلسفه اولا این هست. در فلسفه اولا با توجه به این نکته‌ای که خدمتتون گفتم یک سوال پیش میاد و اون این هست که آیا خود وجود داشتن دارای احکام و قواعدی هست یا خیر؟ توی بحث ارزیابی در صفحه 27 از ما خواسته که بر اساس مبحثی که خدمتون ارائه کردم فلسفه و فیزیک رو از جهت موضوع و روش با همدیگه مقایسه کنیم. پاسخ این هست که فیزیک از علوم طبیعی هست و با مباحثی مثل حرکت، سکون، سردی و گرمی و تجربه و احساس و ظواهر ماده سرکار داره. روش فیزیک تجربه، مشاهده و آزمایش هست، اما موضوع فلسفه وجود هست و روش اون هم روش استدلال عقلانی هست. خب تیتری که توی کتابتون عنوان کرده با عنوان هستی شناسی چی هست؟ هستی شناسی همون ما بعد الطبیعه هست، به نحو دیگه براتون توضیح داده. عنوان میکنه هستی شناسی یا همون فلسفه اولا یا همون ما بعد الطبیعه که این عناوین دیگر در واقع ما بعد الطبیعه هست که تمامی موجودات فارغ از این که چه چیزی هستند، فارغ از تفاوت ماهیتشون، چیستی بودنشون، در یک چیز مشترکند و اون در هست بودنشان هست، در وجود داشتنشون هست. پس در هستی شناسی یا در فلسفه اولا و ما بعد الطبیعه ما میپردازیم به موجودات از آن حیث که وجود دارند، نه از اون حیث که چه چیزی هستند. بررسی که توی کتابتون مطرح شده از ما خواسته که قلمرو فعالیت دانش ما بعد الطبیعه رو با دانش سایر علوم طبیعی و انسانی مشخص کنیم و نتیجه گیری لازم رو به عمل بیاریم. همونطور که قبلا خدمتتون عنوان کردم عرصه علوم طبیعی عرصه پدیده‌های طبیعی هست که ما در اون با ماهیت و چیستی اشیاء یا موضوعات سر کار داریم. یعنی علوم طبیعی میپردازه به کم و کیف گیاه، انسان، سنگ و امثالهم، اما اگر با اصل وجود اشیا از اون حیث که وجود دارن سر و کار داشته باشیم، ما در واقع به عرصه ما بعد الطبیعه به قول کتابتون گام نهادیم. بچه عزیزم نکته خیلی ساده است، خیلی ساده است. علوم طبیعی، علوم انسانی می پردازد به چیزی غیر از وجود، میپردازد به چیستی و ماهیت که سنگ چیه، درخت چیه، فلز چیه،
این تفاوت‌ها رو مورد بررسی قرار میده. انسان چیه؟ اما فلسفه اولا و مابعد الطبیعه میپردازه به این که اینها وجود دارن. پس تفاوت فلسفه اولا و مابعد الطبیعه و هستی شناسی با علوم طبیعی و علوم انسانی در واقع فقط و فقط یک نکته است. فلسفه اولا میپردازد به هستی و وجود، علوم دیگر مثل علوم طبیعی و علوم انسانی میپردازند به چیستی و ماهیت که اینها چی هستند. خب همونطور که روی تخته براتون نوشتم، در فلسفه اولا ما با یک سری از مسائل روبرو هستیم. مگر ما در علم فیزیک به این نمیپردازیم که آیا خواص ماده در مورد بررسی قرار نمیدیم و متوجه این قضیه نمیشیم که جسمی که ساکن هست میتونه متحرک باشه یا جسمی که متحرک هست میتونه ساکن باشه، یا بالفرض جسمی که سرد هست میتونه گرم بشه یا جسمی که گرم هست میتونه سرد بشه، یا در علم بیوشیمی میپردازیم به این که سیب که سبز هست اصطلاحا رسیده میشه و تبدیل به سیب سرخ میشه. سوالی که مطرح میشه در فلسفه اولا این هست که آیا اصل هستی ثابت هست یا متغیر؟ مثل چیزایی که گفتم تغییر پیدا میکنه درش یا ثابته؟ این سوال که آیا اصل هستی، اصل وجود ثابت هست یا متغیر، یکی از مسائلی هست که در فلسفه اولا مطرح میشه. یکی دیگه از مسائلی که در فلسفه اولا مطرح میشه تفاوت چیستی با هستی هست. ما اگه موضوعات مختلف مثل سنگ، فلز، درخت، حیوان و انسان رو در نظر بگیریم، همه اینها با هم متفاوتن. به نظر شما تفاوتشون در چیه؟ تفاوت همه اینها در چیستیشونه، در این هست که چه چیزی هستن. سنگ سنگ، فلز فلز، گیاه گیاه، حیوان حیوانه و انسان انسانه. اینها با هم اختلاف دارن. ما به این چیستی میگیم ماهیت. ماهیت همون چیزی هست که در پاسخ این سوال داده میشه که این چیست. سوال مطرح میشه که این چیست، پاسخ در واقع ماهیته، چیستیه. میگیم این چیست، میگیم این سنگ است، میگیم این چیست، میگیم این فلز است. پس ماهیت و چیستی پاسخ سوال این چیست است. این یعنی ماهیت. اما خود سنگ، فلز، گیاه، حیوان، همه اینها در یک چیز مشترکن و اون این هست که همه اینها وجود دارند. پس تفاوت هست بین چیستی با هستی، بین ماهیت و وجود. اسم دیگه چیستی ماهیته، اسم دیگه هستی وجوده. پس تفاوت بین چیستی با هستی، یعنی تفاوت بین ماهیت و وجود، یکی دیگه از مسائلی هست که در فلسفه اولا یا مابعد الطبیعه مطرح میشه. مسئله بعدی اصل علیت هست. اصل علیت یکی از مباحثی هست که در فلسفه اولا مطرح میشه. به چه معنی؟ مثالایی که قبلا زده بودم خدمتتون یادتون هست، مطمئنم یادتون هست، عنوان کردیم که اگر آب میجوشد علتش حرارته، یعنی جوشیدن آب معلول علت حرارت است. اگر دست من حرکت میکنه، حرکت دست من معلول علتی هست به اسم خود من. خب
ما در علوم مختلف مصداق‌های اصل علیت رو بررسی می‌کنیم. جوشیدن آب معلول علت حرارت، حرکت دست معلول علت اراده من. خب علم فیزیک، علم شیمی، زیست شناسی و امثال هم میپردازند به این کلمه کلید توجه کنید، به مصداق‌های اصل علیت، مصداق‌های رابطه علت و معلول. اما خود اصل علیت، این که هر موجودی که وجود داره معلول یک علتی است، برمیگرده به فلسفه اولا. خود این بحث اصل علیت که در رابطه با وجود هست، هر آن چیزی که وجود دارد معلول یک علتی است، یکی از مسائل فلسفه اولا هست. مورد بعدی اصل وحدت و کثرت هست. ما پیرامون خودمون در جهان هستی با چیزهای زیادی سر کار داریم. همون مثالی که الان بارها تکرار کردم خدمتتون، سنگ، فلز، گیاه، حیوان، جاندار، انسان و هر چیز دیگه. خیلی از چیزها وجود دارن، کثرت وجود داره، تفاوت وجود داره، کثیرن، زیادن. خود کلمه کثرت یعنی تعدد، یعنی زیاد بودن، یعنی کثیر بودن. خب کثرت یعنی زیاد بودن و این باعث میشه که ما بین این اشیا تفاوت قائل بشیم، تفاوت قائل بشیم بین سنگ، فلز، گیاه، انسان و حیوان، بین حیوان و سنگ تفاوت قائل بشیم. اصل کثرت به ما این اجازه رو میده. اما وحدت چی میگه؟ وحدت میگه بله، ما درسته که حیوان با سنگ متفاوته، کثرت وجود داره، اما در بین خود حیوانات حیوانهای گوناگونی وجود دارن و این اصل وحدت باعث میشه در واقع که ما بتونیم دستبندی هایی انجام بدیم بین اون موجوداتی که با هم شبیهن. همه حیوانات در حیوان بودن با هم مشترک هستن، با اینکه کثرت بینشون وجود داره حیوانات مختلفی میتونیم نام ببریم، مثل اسب، گربه و امثال هم و خیلی از چیزهای دیگه که شما بهتر میدونید. اما با کثرتی که در بینشون وجود داره در یک چیز و اون حیوان بودن با هم مشابهت دارن. پس اصل وحدت باعث میشه که ما، نکته کلیدی، اصل وحدت باعث میشه که ما بتونیم همانندی ها و مشابهات رو ببینیم و اونها رو در بسته‌بندی ها و دسته‌بندی های مشخصی که با هم شباهت دارن دسته‌بندی بکنیم. اما اصل کثرت به ما این اجازه رو میده که بین تمامی موجوداتی که وجود دارند بتونیم تمیز و تشخیص و تفاوت قائل بشیم. خب پس با این مبحثی که خدمتتون عرض کردم، اصل وحدت و کثرت هم یکی از مباحثی هست که در فلسفه اولا مطرح میشه. در تمرینی با عنوان بررسی از ما خواسته که مسئله وجود و ماهیت یا چیستی و هستی رو بر اساس جمله‌ای که آورده شده تفسیر کنیم، توضیح بدیم. اون جمله چی هست؟ در تاریکی از دور حیوانی را می‌بینیم و گمان می‌کنیم اسب است، اما بعد از نزدیک شدن متوجه می‌شویم که فیل است. خب بر اساس تفاوت بین مسئله وجود و ماهیت یا چیستی و هستی ما اینو توضیح میدیم. پاسخ: اسب بودن اسب و فیل بودن فیل هر کدام ماهیت و چیستی اونها رو نشون میدن. یعنی حیوانات با ماهیت‌های مختلفی که دارند از هم کثرت پیدا میکنند و در واقع از همدیگه متمایز و جدا میشن، ولی همان ماهیات یعنی اسب
و فیل، همه این دو نوع ماهیت که خدمتتون عرض کردم در یک چیز مشترک هستند و اون در هستی هست، اون در وجود هست. دوتاشون هم در واقع وجود دارن. به این ترتیب در میان همه موجودات ما هم وحدت می‌بینیم و هم کثرت. توی تمرین نمونه یابی عنوان کرده که با مراجعه به آیه 3 سوره حدید به دو مورد از مسائلی که فلسفه اولا به اونها میپردازه اشاره کنید. خب ما آیه رو بررسی کردیم. این آیه به این شکل هست که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم. او اول و آخر و آشکار و پنهان است و او بر هر چیزی عالم و داناست. در آیه شریفه فوق میشه سه چیز رو مشاهده کرد: یک، هستی و وجود باری تعالی رو، دو، وحدت و یگانگی رو، و سه، صفات خداوند رو. اما نکته بعدی که در این درس بهش پرداخته شده در واقع مهمترین مصداق فلسفه هست. اگر یادتون باشه که دقیقا یادتون هست، ما طی درس‌های قبلی پرداختیم به این قضیه که فلسفه در واقع به بررسی حقیقت پدیده‌ها و موجودات می‌پردازه تا بتونه اونها رو تبیین عقلانی بکنه. حالا مسئله‌ای که مطرح هست این هست که مگر نه اینکه هستی، خود وجود، گستره‌ای هست که تمامی موجودات در اون قرار می‌گیرن. درسته؟ این اصل قابل پذیرش هست دیگه. خود هستی و وجود یک گستره‌ای هست که تمامی موجودات از اون حیث که وجود دارن در اون قرار می‌گیرن. پس مهمترین مبدأ و مهمترین مبنایی که فلسفه میتونه مورد تحلیل قرار بده برای کشف حقیقت در واقع خود هستی هست. پس مهمترین مصداق فلسفه در واقع خود وجود و هستی هست. به عبارت دیگه اگه بخوام خدمتتون عنوان کنم، فلسفه اولا سراسر هستی رو مورد مطالعه خودش قرار میده تا به تبیین عقلانی احکام اون بپردازه. بنابراین وجود و هستی عام‌ترین و کلی‌ترین مفهومی هست که فلسفه میتونه اون رو مورد تحلیل و ارزیابی قرار بده. در تمرین بررسی توی کتابتون از ما خواسته شده که بیان کنیم چرا هیچ کدام از علوم تجربی نمیتونن وظیفه فلسفه رو انجام بدن. پاسخ: چون علوم تجربی میپردازند به ماهیت و چیستی اشیا و ماهیت و چیستی اشیا رو مورد بررسی قرار میدن. مثلا سنگ رو از این حیث که سنگ هست، فلز رو از این بابت که فلز هست، و موجودات رو از این بابت که زنده هستند یا غیر زنده هستند مورد بررسی قرار میدن. و وظیفه فلسفه در واقع بررسی موجودات هست از اون حیث که وجود دارند. پس بنابراین علوم تجربی نمیتونن که وظیفه فلسفه رو انجام بدن. علوم تجربی میپردازد به چیستی و ماهیت اشیا، اما فلسفه میپردازد به وجود و هستی اشیا. خب خلاصه کلام یک بار دیگه با هم مرور کنیم. عنوان کردیم که ما در جهان هستی با موجودات زیادی سر و کار داریم و هر کدوم از این موجودات رو از یک جنبه، از یک حیث خاص مورد بررسی قرار میدیم. در علم ریاضیات موجودات رو از این حیث که دارای کمیت و مقدار هستند مورد بررسی قرار میدیم. در فیزیک خواص ماده رو مورد بررسی قرار میدیم، مثل سردی، گرمی، حرکت و سکون. در زیست شناسی حیات و عدم حیات موجودات رو مورد بررسی قرار میدیم. زنده بودن یا غیر زنده بودن موجودات رو مورد بررسی قرار میدیم. در واقع در علوم مختلف
چیستی یا ماهیت موجودات رو مورد بررسی قرار میدیم، اما در فلسفه اولا وجود رو مورد بررسی قرار میدیم. یعنی علم به احوال موجودات از آن حیث که وجود دارند. پس فلسفه اولا یا ما بعد الطبیعه میپردازد به موجودات از اون حیث که وجود دارند، از اون جهت که هستند. عنوان کردیم که در فلسفه اولا مسائلی مطرح میشه، مگر نه اینکه در علم فیزیک میپردازیم به اینکه آیا موجودات ثابت هستند یا متغیر، موجود سرد یا وجود سرد گرم میشه، موجود سبز مثل سیب در علم بیوشیمی مورد بررسی قرار میگیره که چرا سرخ میشه، چرا چیز سرد تبدیل به چیز گرم میشه، و این سوال که آیا خود اصل هستی ثابت هست یا متغیر یکی از موضوعاتی هست که در فلسفه اولا به اون پرداخته میشه. تفاوت چیستی با هستی: چیستی یعنی ماهیت، هستی یعنی وجود. چیستی یعنی پاسخ این سوال که این چیه، میشه ماهیت، میشه چیستی. این چیست؟ این سنگ است، این فلز است. پاسخ‌ها یعنی چیستی. اما هستی، آیا این وجود دارد؟ فلز وجود دارد؟ سنگ وجود دارد؟ در واقع هستی یعنی وجود. خود این مسئله که چیستی با هستی و ماهیت با وجود تفاوت داره، یکی از نکاتی هست که در فلسفه اولا مطرح میشه. اصل علیت: عنوان کردیم که در علوم مختلف پرداخته میشه به مصداق‌های اصل علیت. آبی که میجوشد بر اثر حرارت، جوشیدن آب معلول علت حرارت است. حرکت دست من، حرکت معلول علتی هست به اسم من. اینها مصداق‌هاشه که در علوم مختلف مورد بررسی قرار میگیره. اما خود اصل علیت در فلسفه اولا مورد بررسی قرار میده. خود اصل علیت در فلسفه اولا مورد بررسی قرار میگیره. اصل وحدت و کثرت: وحدت یعنی این که تمامی موجودات با وجود تفاوت‌های زیادی که با هم دارند، مثل سنگ‌ها، فلزها، حیوانات، گیاهان و امثال هم، در یک چیزهای با هم تشابه دارند، و اصل وحدت باعث میشه که ما بتونیم همانندی‌ها، شباهت‌ها رو ببینیم و دسته‌بندی‌های خاصی رو داشته باشیم. و اصل کثرت باعث میشه که ما بتونیم بین موجودات تفاوت قائل بشیم، تمیز و تشخیص قائل بشیم و تفاوت اونها رو با همدیگه ببینیم. و نکته پایانی این درس، عنوان کردیم که مهمترین مصداق فلسفه، فلسفه اولا هست. مهمترین مصداق فلسفه هستی شناسی هست. علت هم این بود، مگر نه اینکه ما در فلسفه بر اساس درس قبلی که یاد گرفتیم حقیقت پدیده ها رو مورد بررسی قرار میدیم تا بتونیم اونها رو تحلیل عقلانی بکنیم. همه موجودات از اون حیث که وجود دارند در گستره هستی، در گستره هستی وجود دارند. همه موجودات از اون حیث که هستند در گستره هستی قرار می گیرند. پس بررسی هستی یعنی بررسی مبنایی ترین و اساسی ترین موضوعی که برای تحلیل عقلانی اون پدیده مورد نیاز است. پس با این تفسیر وجود و هستی شناسی مهمترین مصداق فلسفه می باشد. در تمرینات این درس می پردازیم به سوالهایی که مطرح شده و پاسخ اونها رو با همدیگه مرور می کنیم. سوال 1: پرسیده شده که مقصود از مابعد الطبیعه چیست؟ اون رو با ریاضیات مقایسه کنید. پاسخ: ما بعد الطبیعه
در واقع پرداختن به احوال موجودات هست از اون حیث که وجود دارند. اما ریاضیات پرداختن به احوال موجودات از اون حیث هست که دارای کمیت و مقدار هستند. پاسخ کاملا مشخصه. مابعد الطبیعه چیست؟ تفاوتش رو با ریاضیات بگید. مابعد الطبیعه میپردازد به خود وجود اشیا، اما ریاضیات میپردازد به یک جنبه از وجود اشیا به اسم کمیت و مقدار. سوال دوم، بررسی اشیا و پدیده ها در علوم مختلف چه تفاوتی با بررسی اونها در فلسفه داره؟ کدام مهمتر است؟ ما در علوم مختلف اشیا رو مورد بررسی قرار میدیم از اون جهت که چه چیزی هستن. مثلا به سنگ بودن سنگ توجه میکنیم، به فلز بودن فلز توجه میکنیم، به گیاه بودن گیاه توجه میکنیم. اما اگر زمانی به بودن اشیا صرف نظر از اینکه چه چیزی هستند، به بودن اشیا، به وجود اشیا صرف نظر از اینکه چه چیزی هستند توجه کنیم، قدم در عرصه مابعد الطبیعه گذاشتیم و در واقع این نوع توجه ما کار فلسفی هست. اینکه کدام یک از اینها مهمتره دقیقاً باید بگیم که فلسفه از علوم طبیعی مهمتره، چون مبنایی ترین موضوع رو مورد بررسی قرار میده، وجود رو مورد بررسی قرار میده. خب سوال سوم، عنوان کرده که صحیح و غلط بودن گزاره‌های زیر رو مشخص کنید. الف، توجه به تفاوت هستی و چیستی یکی از مسائل فلسفه اولاست. توجه به تفاوت چیستی با هستی یکی از مسائل فلسفه اولاست. این گزاره صحیحی است و همونطور که خدمتتون عنوان کردم، چیستی یعنی ماهیت، هستی یعنی وجود، و این دو با هم تفاوت دارن. پرداختن به تفاوت این دو یکی از مسائل فلسفه اولا هست، پس این گزاره صحیحی هست. جمله دوم یا گزاره دوم، ب، اگر وحدت در کار نبود هرگز نمیتوانستیم اشیا را از یکدیگر تمیز دهیم. این جمله جمله غلطی هست. اگر کثرت نبود نمیتونستیم تشخیص بدیم. در واقع اصل وحدت برای این هست که ما همانندی ها و تشابهات رو تشخیص بدیم. نکته کلیدی اینه. اما اصل کثرت برای تشخیص تمیز و تفاوت بین اشیا و موجودات است. پس این گزاره صحیحی نیست. سوال بعدی یا سوال چهارم، عنوان کرده که کمیت و مقدار، کمیت و مقدار و اصل هستی اشیا یا وجود به ترتیب موضوعات چه دانشی هستند. خب کاملا مشخصه، کمیت و مقدار موضوع دانش ریاضیات هست، وجود موضوع دانش فلسفه اولا یا مابعد الطبیعه. سوال بعدی، تمیز و تشخیص اشیا از یکدیگر و فهم شباهت و همانندی بین پدیده ها به ترتیب بیانگر جای خالی و جای خالی موجود در عالم هستی است. سوال چهار گزینه، الف، وحدت کسرت، ب، وحدت ماهیت، جیم، کسرت ماهیت، دال، کسرت و وحدت. تمیز و تشخیص اشیا از یکدیگر، کسرت، فهم شباهت و همانندی بین پدیده ها، وحدت.
پس میشه کسرت و وحدت و گزینه صحیح گزینه دال هست. با توجه به موضوع ما بعد و طبیعه، آیا می توانید دو پرسش را مطرح کنید که به اصل هستی اشیا مربوط شود؟ خب دو تا پرسشی که ما مطرح کردیم، یک، هستی از کجا آمده است؟ و سوال دوم این که آیا وحدت بر هستی حاکم است یا کثرت؟ سوال بعدی که مطرح شده، به نظر شما آیا می توان شناخت تجربی را شناختی ریشه یاب و عمیق دانست؟ پاسخ: خیر. شناخت تجربی رو نمیشه یک شناخت ریشه یاب و عمیق دانست. چرا؟ چون شناخت تجربی اساس و مبناش بر حس، تجربه و آزمایشه و این نوع از شناخت نمیتونه طبیعتاً لایه‌های عمیق شناخت رو برای ما دستیافتنی بکنه و این دستیابی به لایه‌های عمیق شناخت یا ریشه یابی شناخت در واقع کار علوم دیگری هست به اسم فلسفه یا فلسفه اولا. حالا مثالی هم که توی کتابتون زده برای تفهیم این قضیه این هست: با چنین روشی، یا منظور همون روش علوم تجربی، میشه چهره‌های ظاهری اشیا رو مورد بررسی قرار داد. مثلا میتونیم با یک آزمایش از طریق حرارت سرعت واکنش‌های شیمیایی رو مشاهده کنیم، در حالی که مطالعه و در عمق و حقیقت مواد که شناختی ریشه یاب است کار علوم تجربی نیست، بلکه کار فلسفه است. خب سوال بعدی، مهمترین مصداق فلسفه اولا چیست؟ مهمترین مصداق فلسفه اولا در واقع خود وجود هست. مهمترین مصداق فلسفه اولا یا ما بعد و طبیعه در واقع خود وجود یا هستی هست، به این ترتیب که از آنجا که تمام موجودات در دامن هستی قرار دارند و هستی حقیقی ترین و اصلی ترین مبنایی است که همه خصوصیات موجودات رو که به اون باز می‌گردند رو مورد بررسی قرار میده، به این دلیل هستی یا وجود مهمترین مصداق فلسفه است و فلسفه اولا هم به شناخت احکام مطلق وجود میپردازه. پس به تعبیری خیلی ساده تر ما میخوایم بگیم که مهمترین مصداق فلسفه وجود و هستی هست. چرا؟ چون تمامی موجودات از اون حیث که وجود دارند در گستره هستی با هم مشترکند. پس وجود مبنایی ترین پایه برای همه موجودات است و وقتی فلسفه اولا یا مابعد الطبیعه میپردازه به بررسی وجود، پس مهمترین مصداق فلسفه در واقع مابعد الطبیعه است، از اون حیث که میپردازد به بررسی وجود. سوال بعدی، عنوان شده که کدام گزینه درباره فلسفه صحیح نیست. الف: فلسفه کوششی است برای فهم علت حقیقی رویدادها و درک اصولی که علوم تجربی بر آن استوار شده است. این گزینه گزینه صحیحه، طی درس‌های قبلی هم ما بهش اشاره کردیم. گزینه ب: فلسفه کوششی است برای فهم علت حقیقی رویدادها و درک اصولی که علوم انسانی بر آن استوار شده است. این هم صحیحه در واقع، ما طی درس‌های قبلی بهش اشاره کردیم. جیم: فلسفه کوششی است برای شناخت ریشه اصلی یک پدیده، جهت تبیین عقلانی آن. این هم خب تعریف درستی هست. پس تنها گزینه‌ای که میمونه گزینه دال هست که عنوان میکنه فلسفه تنها قسمتی از هستی را عرصه مطالعه خود قرار میدهد
تا به تبیین عقلانی احکام آن بپردازد. این گزینه گزینه صحیحی نیست. چرا؟ چون عنوان کرده فلسفه تنها قسمتی از هستی رو مورد مطالعه قرار میده. نه، فلسفه تمام هستی رو مورد مطالعه قرار میده تا به تبیین و تحلیل عقلانی اون بپردازه. یک سوال دیگه هم وجود داره و اون این هست که چرا جایگاه طرح مسئله علیت یا اصل علیت در فلسفه اولاست؟ خدمتتون عنوان کردم که علوم دیگه میپردازند به مصداقها یا مصادیق اصل علیت، اما خود اصل علیت در فلسفه اولا مورد بررسی قرار میگیره. در واقع به عبارت دیگه رابطه علیت فقط یکی از خصوصیات اشیا نیست، بلکه به اصل هستی نیز باز می‌گردد. رابطه علیت از هر رابطه‌ای در میان اشیا عمیق‌تر است. به موجب این رابطه علت به معلول وجود می‌بخشد. از این نظر گفتگو درباره اصل علیت از مسائلی هست که در حیطه فلسفه اولا قرار می‌گیرد. مسئله با عنوان نخستین فلاسفه یونان. در این رابطه درس اولتون میپردازه به آغاز فلسفه. فلسفه از کجا شروع شد؟ سوالی که مطرح میشه این هست که آیا تفکر و تعقل که مبنای فلسفه هست مربوط به زمان خاصی میشه؟ از چه زمانی مطرح شده و شروع اون در چه دوره از تاریخ است؟ پاسخ این هست که از زمانی که بشر وجود داشته، انسان به وجود اومده و وجود داشته، تفکر و تعقل هم طبیعتاً وجود داره، اما تفکر فلسفی، نوع فکر فلسفی، در واقع اون بخشیش که نانوشته هست، هنوز نگارش نشده، مربوط به زمانهایی هست که بیشتر ریشه در باورهای دینی مردم داشت و به زبان رمز و افسانه و اسطوره نوشته بیان میشد. نوشته که نمیشد، بیان میشد، چون به شکل نانوشته بود. پس آغاز فلسفه ریشه در باورهای دینی مردم داره و به زبان رمزی هست، اما خواستگاه و جایگاه فلسفه به شکل نگاشته شده، به شکل نوشته شده، در واقع یونان باستان هست. در یونان باستان تفکر فلسفی و اصولا نوشته هایی که در اون می شد رنگ و بوی فلسفه رو دید و حس کرد به وجود اومدن. اون هم در بخشی از قاره آسیا که عنوان کرده توی کتابتون غرب آسیای صغیر، که کشور ترکیه امروزی میشه، و به شکل دقیق تر در جایی به اسم ایونیا در 6 قرن پیش از میلاد حضرت مسیح فلسفه پایه‌گذاری شد. در واقع مدارس فلسفی پایه‌گذاری شدند، زبان رمز تبدیل به زبان تعقل و فکر و اندیشه به شکلی که عقل پایه و اساس اون باشه شد، و مبنا برای تفکر فلسفی در واقع دگرگونی هایی بود که در جهان طبیعت اتفاق می افتاد. برای اندیشمندان و دانشمندان نخستین، اون مسائلی توی طبیعت که خیلی توی چشم بودن، اصطلاحاً دگرگونیشون، تفاوتهاشون، تغییراشون براشون جای سوال بود. مثلا شب و روز،
مثلا مرگ و زندگی، مثلا بهار و تابستان و زمستان، مثلا پژمردگی و رشد. اینها مسائلی بود که در جهان طبیعت وجود داشت و مورد توجه اندیشمندان و دانشمندان قرار می گرفت. و هر اندیشمندی دانشمندی که در اون موقعیت وجود داشت بنابر ساختار فکری خودش می اومد در رابطه با اون نظریه پردازی می کرد، دستگاه فکری خاص خودش رو ارائه می داد. این دگرگونی هایی که در جهان طبیعت وجود داشت و پایه و اساس تفکر فلسفی قرار گرفت باعث شد که نظریات متفاوت و بعضن متناقض و متضاد ضد هم به وجود بیان. همین باعث شد که یک سری تشویش ها و نگرانی ها در بین مردم به وجود بیاد. این که عنوان میکنن اون اندیشمند ایکس درست میگه یا اندیشمند ایگرگ درست میگه، این تفاوت ها در واقع باعث تشویش اذهان مردم شد، تا جایی که مردم نسبت به علم و حقیقت و اینکه آیا می شود حقیقت رو به دست آورد یا حقیقت رو شناخت دچار تشویش شدند، دچار بی‌اعتمادی شدند و این در واقع بستری بود برای ظهور و بروز گروهی به اسم سوفسطائیان. خب پس تا اینجای کار عنوان کردیم که آغاز فلسفه به شکل نانوشته ابتداءً ریشه در باورهای دینی مردم داشت. اینا نکاتی هستش که توی امتحان میاد و باید بهش توجه کرد. آغاز فلسفه به شکل نانوشته ریشه در باورهای دینی مردم داشت و اون اوائل در نخستین روزهای خودش به شکل زبان رمزی بود، اما بعدها یونان باستان مهد تفکر فلسفی قرار گرفت، زبان رمزی به زبان تعقل تبدیل شد، خواستگاه اصلی فلسفه در یونان باستان ایونیا بود و از 6 قرن پیش از میلاد حضرت مسیح شروع شد. در اون موقعیت فلسفه رسمیت پیدا کرد، مدارس آموزش فلسفه پایگذاری شد و موضوعات ابتدایی که مورد توجه اندیشمندان و فیلسوفان قرار می گرفت دگرگونی های جهان طبیعت بود. هر کدوم از اونها می اومدن نظریات خاصی ارائه می دادن در مورد پدیده های پیرامونی مثل روز و شب، بهار و زمستون، مرگ و زندگی و امثال هم و تفاوت هایی که گاهن متضاد بود و بعضن ضد هم بود، در واقع باعث می شد که مردم ذهنی مشوش پیدا بکنن و تا حدی نسبت به علم و دانش بی‌اعتماد بشن و این زمینه، این گستره در واقع شرایط رو آماده کرد برای ظهور گروهی به اسم سوفسطائیان. سوفسطائیان چی می گفتند؟ سوفسطائیان عنوان می کردند چون حقیقت قابل دسترس نیست و حقیقت رو به سادگی نمی شه شناخت، پس ما بیایم از طریق علم سیاست و سخنوری و صرفاً مغالطه بتونیم نظر خودمون رو به کرسی بنشونیم. در واقع روش سوفسطائیان این بود. به خاطر اون فضایی که به وجود اومده بود نسبت به دانش بی‌اعتمادی وجود داشت، علم اعتبار خودش رو از دست داده بود به خاطر نظریات و گوناگونی که اتفاق افتاده بود، سوفسطائیان گروهی بودند که با آموزش روش‌های سخنوری و فن سیاست در واقع سعی می‌کردند از اون شرایطی که به وجود اومده سوء استفاده کنن. سوفسطائیان کسایی بودن که در یونان باستان اگر کسی میخواست صاحب ثروت بشه اونها یک مزدی رو دریافت میکردن و اونها رو به ثروت میرسوندن. به چه شکلی؟ کافی بود که علیه یکی توی دادگاه اقامه دعوا بکنن و میومدن توی دادگاه برای اثبات ادعای خودشون از بدیهیات، از چیزهایی که طرف مقابل قبول داشت استفاده می کردند و با روش مغالطه و اصطلاحاً سفسطه
رأی رو می گرفتن و برنده می شدن و در واقع به خاطر این برنده شدن دستمزدهایی رو دریافت می کردن. روشی که اونها داشتن مغالطه بود، سفسطه بود و بستری که آماده شده بود تا اونها بتونن این روش رو پیاده بکنن در واقع نظرات گوناگون و متضادی بود که در جهان اون موقع، در جهان اندیشه‌ای اون موقع رواج پیدا کرده بود. صحبت اساسی سوفسطائیان هم این بود که اساساً حقیقتی وجود نداره. بالفرض اگر حقیقتی هم وجود داشته باشه قابل شناخت نیست. حتی اگر قابل شناخت هم باشه این شناخت خصوصی و سلیقه‌ای و شخصیه. یعنی هر شخصی بنا به ظرفیتی که وجود داره براش، بنا به احساسی که داره، میتونه این حقیقت رو به شکل شخصی درک بکنه و همه اینها پایه و اساسی شده بود تا علم به شکلی که قابلیت اعتماد نسبت به اون رو بشه داشت وجود نداشت. در واقع نسبت به علم بی اعتمادی عجیبی گسترش پیدا کرده بود. توی کتابتون در بحث نمونه یابی از ما خواسته که نمونه هایی از تفکر سوفسطائیان رو در عصر حاضر بیان کنیم. یک نمونه از تفکر سوفسطائیان تفکر پوزیتیویسم هست که عنوان میکنه این تفکر پوزیتیویسم که هر چیزی که علمی و تجربی باشه درسته و چیزی که به شکل تجربه نشه اون رو درک کرد غلطه. خب این روش قابل قبول نیست. این یک نوع مغالطه هستش که در عصر حاضر بعضی ها به اون دامن میزنن. خب یکی از سوفسطائیانی که در اون زمان خیلی مطرح بود شخصی بود به اسم پروتاگوراس. پروتاگوراس یک شعار داشت و اون شعار این بود که انسان معیار همه چیز هست. پروتاگوراس در قرن پنجم قبل از میلاد در آتن میزیست. او نخستین کسی بود که در مقابل آموزش فن سخنوری و سیاست مزد دریافت میکرد و عقایدش بر این اساس بود که عنوان میکرد همه چیز نسبی و موقتی است و حقیقت به معنای دانشی پایدار و ثابت وجود ندارد و هرگز به دست نمی آید. عقیده پروتاگوراس این بود که چون همگان یا همگی نمی تونن به یک اصل مشترک به اسم حقیقت دست پیدا بکنن و همه نظریات متضادی دارن، نظریات گوناگونی دارن و به یک اصل حقیقی و به یک اصل مشترک به اسم حقیقت نمیتونن دست پیدا بکنن، پس حقیقت اون چیزی هستش که یک انسان به شکل شخصی برای خودش درک میکنه و حقیقت جنبه شخصی و خصوصی داره و هر کس هر چیزی که تخیل کنه و بپنداره در واقع حقیقت است. به همین خاطر شعار اصلی پروتاگوراس این بود که انسان معیار همه چیز است. شخص دیگه‌ای که از سوفسطائیان اون زمان مطرح بود شخصی بود به اسم گورگیاس. ایشون هم یک شعاری داشت با این عنوان که هیچ چیز را نمیتوان شناخت. هیچ چیز را نمیتوان شناخت. به چه معنا؟ به این معنا که اگر اولا هیچ چیزی وجود نداره. یعنی تناقضات و مغالطه ها رو دقیقا توجه کنید. وقتی عنوان میکرد که هیچ چیز را نمیتوان شناخت، نکته اولیش این بود که هیچ چیز وجود نداره. از همین جای مغالطه مشخص میشه. اگر هیچ چیز وجود نداره پس چطور میشه عنوان کرد که هیچ چیز را نمیتوان شناخت؟ اول باید چیزی وجود داشته باشه تا ما بیان کنیم که نمیتونیم اون رو بشناسیم. پس این مغالطه کاملا آشکار و واضح بوده.
پس شعار اصلی گورگیاس این بود که هیچ چیز را نمیتوان شناخت. اما به شکل مرحله‌ای اولین نکته‌ای که ایشون عنوان می‌کردن این بود که اولا هیچ چیزی وجود نداره. ثانیاً به فرض این که وجود داشته باشه قابل شناخت نیست. ثالثاً به فرض این که قابل شناخت هم باشه هر شخصی بر اساس اون پندار و پنداشت خودش میتونه اون چیز رو بشناسه. و حتی اگر این اتفاق هم بیفته شناخت سلیقه‌ای شخصی و خصوصی هم اتفاق بیفته، اون فرد نمیتونه اون رو به دیگران آموزش بده. نقطه تقابل دیدگاه پروتاگوراس دیدگاه گورگیاس هست و در واقع مغالطه‌هاشون کاملا آشکار. در صفحه 37 کتابتون در عنوان کشف رابطه از ما خواسته که با توجه به مثالی که زده شده مغالطه سخن پروتاگوراس رو مشخص کنیم. و این نکته این هست که مثال: من و گربه هم در خانه زندگی می کنیم که هیچ حیوانی در آن زندگی نمی کند. با یافتن مغالطه این جمله، مغالطه سخن پروتاگوراس یعنی انسان معیار همه چیز است رو پیدا کنید. پاسخ: کشف رابطه. این درست است که انسان حیوان است و گربه هم حیوان، ولی انسان حیوان ناطق است و گربه حیوان غیر ناطق. در عبارت فوق انسان و گربه در کنار هم نهاده شده و همانند شدند و این عدم تفکیک مغالطه است. در سخن پروتاگوراس هم وقتی که میگه انسان معیار همه چیز هست، مشخص نشده که آیا حواس انسان معیار همه چیز هست یا تفکر انسان معیار همه چیز هست. اگر منظور حواس باشه که اشتباه کرده. چرا؟ چون حواس خطا پذیره. یادتونه توی جلسات قبل عنوان کردم هوا میتونه برای یکی سرد باشه، همون هوا میتونه برای یکی گرم باشه. کسی که زیر باد کولره و بیرون هوا گرمه، ازش بپرسیم که هوا سرد هست گر، میگه که هوا سرده، و اونی که بیرونه میگه هوا گرمه. چون در این مثال پروتاگوراس که میگه انسان معیار همه چیز هست منظور حواس هست و حواس انسانم خطا پذیر، بنا به مثالی که زدم این جمله پروتاگوراس نمیتونه جمله صحیح باشه و مغالطه اون کاملا آشکار. و این عدم تفکیک که آیا منظور از ادراک انسان یا انسان حواس هست یا تفکر، باعث شده که مغالطه در کار یا جمله پروتاگوراس مشخص باشه. یا در بخش ارزیابی از ما خواسته شده که با این حرف پروتاگوراس که انسان معیار همه چیز است چقدر موافقید؟ پذیرش این نظر چه اثراتی به دنبال دارد؟ مقصود پروتاگوراس از عبارت فوق دقیقاً این است که حواس انسان معیار همه چیز است. از نظر ایشون چون همگان نمیتونن از طریق حواس در هیچ اصل مشترکی به نام حقیقت به وحدت برسند، پس حقیقت جنبه خصوصی و شخصی دارد. نتایجی که این عقیده به دنبال داره اینه که علم بی اعتبار میشه. این هست که ما نمیتونیم بگیم که هیچ انسانی عاقل‌تر یا عالم‌تر از انسان دیگر هست. و در این صورت تمامی کارها و کاوش‌های علمی معنا و مفهوم خودشون رو از دست میدن. خب در رابطه با گورگیاس هم در بخش ارزیابی از ما خواسته شده که مغالطه صحبت گورگیاس رو مطرح کنیم و کشف کنیم، صحبتی که میگه هیچ چیز را نمیتوان شناخت. این در واقع این سخن نقض غرض است. هیچ چیز را نمیتوان شناخت. وقتی گورگیاس میگوید هیچ چیز وجود ندارد، چگونه میتواند بگوید هیچ چیز قابل شناختن نیست؟ و یا وقتی میگوید هیچ چیز قابل شناختن نیست، با
چنان موضعی در معرفت شناسی چگونه میتواند مدعی شود هیچ چیز وجود ندارد؟ در واقع خودش با بیان خودش گفته خودش رو نقض میکنه. اما روشی که سوفسطاییان داشتن در واقع با این مبنا که هیچ چیز قابل شناخت نیست یا اینکه انسان معیار همه چیز هست، یک جریانی رو در گستره علم و دانش راه انداختن که باعث شد مردم و به خصوص جوونا در اون موقعیت نسبت به تحصیل علم و دانش بیتوجه بشن و دانش و علم تا حدودی بی‌اعتبار بشه. اما از طرف دیگه هم باعث گسترش روش‌های استدلالی شد، در واقع باعث شد که علمی به وجود بیاد بعدها توسط اندیشمندانی مثل ارسطو به اسم علم منطق، در واقع باعث شد که بحث‌های استدلالی گسترش پیدا بکنه. پس اگر ازتون پرسش شد یا سوال شد که نتایج و پیامدهای روش سوفسطاییان چه چیزهایی بود، شما میتونید عنوان بکنید که در یک بخشی از زمان گسترش بی اعتباری علم و بی توجهی به علم و حقیقت و در بخشی دیگر از زمان گسترش استدلال های علمی و منطقی و به وجود اومدن علم منطق. اما در این بحبوحهی که سوفسطاییان مغالطه می کردند و در واقع از رسیدن به حقیقت مردم رو مایوس می کردند و با آموزش فن سخنوری و سیاست داشتن از اون فضای متضاد و بی‌اعتباری علم سوء استفاده می‌کردن، در اون فضایی که شعارهایی مثل انسان معیار همه چیز است و هیچ چیز را نمی‌توان شناخت داشتن جولان می‌دادند، فردی به وجود اومد، فردی ظهور پیدا کرد به اسم سقراط که عنوان می‌کنه کتابتون که ایشون رو باید احیاگر تفکر اصیل دونست. سقراط فیلسوفی بود که خودش رو دوستدار دانش می دونست. سقراط فیلسوفی بود که هیچ نوشته ای از خودش به جا نذاشت. به همین خاطر ایشون رو سخنگوی فلسفه می دونن. اگر ازتون سوال پرسیده شد که بین فلاسفه کدوم فیلسوف به سخنگوی فلسفه بودن مشهور هست، شما در پاسخ عنوان می کنید که سقراط. سقراط در واقع کسی بود که با روش زندگی خودش به شکل پیامبرگونه در واقع تفکر اصیل و صحیح رو رواج میداد و آموزش میداد. سقراط کسی بود که به جای اینکه بیاد آیین سخنوری و مغالطه کاری و سفسطه رو آموزش بده به مردم، در واقع اونها رو دعوت میکرد که به درون خودشون رجوع کنن و نیروی الهی عقل رو کشف کنن. سقراط کسی بود که مردم رو دعوت میکرد که عاقلانه فکر کنند، به جای اینکه از روش‌های سفسطه استفاده کنن عاقلانه فکر کنن. پس سقراط کسی بود که مردم رو دعوت کرد به روش تعقل. سقراط بنیانگذار فلسفه هستش. سقراط روشی رو بنا گذاشت که در اون روش با سوفسطاییان به مبارزه برخاست تا بتونه تفکر و تعقل صحیح رو که پایه و اساس فلسفه هست رواج بده. توی بحث بررسی توی کتابتون این سوال مطرح شده: به نظر شما چرا سقراط را احیاگر تفکر اصیل می دانند؟ پاسخ: برای اینکه سقراط بود که توانایی عقل انسان رو به خود او شناساند و نشان داد که می شود به روش صحیح اندیشید و تعقل کرد و به حقیقت دست پیدا کرد. خب
پس در رابطه با سقراط ما باید عنوان بکنیم کسی بود که با فضایی که سوفسطائیان ایجاد کرده بودند، با شعارهایی که اونها میدادند، انسان معیار همه چیز، هیچ چیز را نمیتوان شناخت، آیین سخنوری و سیاست مبنا و اساس قرار گرفته بود برای سوء استفاده، مغالطه، سفسطه، در این فضا دعوت کرد سقراط انسان رو به تعقل، به حقیقت جویی، اون هم نه با سخنوری سر بلکه با روش زندگیش. سقراط کسی بود که فلسفه رو بنا نهاد، خودش رو دوستدار دانش یا فیلسوف نامید و به مبارزه با سوفسطائیان پرداخت. خب میپردازیم به تمرینات درس آغاز فلسفه. سوالاتی مطرح شده طی این تمرین که یک به یک اونها رو مرور میکنیم و بهشون پاسخ میدیم. اولین سوال این هست که چه ارتباطی بین نظرات گوناگون و غالباً متضاد اندیشمندان یونانی با پیدایش تفکر سوفسطایی در یونان قدیم وجود داشت؟ پاسخ کاملا مشخصه. اندیشمندان یونان باستان هر کدام در پاسخ به پرسش‌های حیات و هستی مثل مرگ و زندگی و امثال هم نظریه‌های متفاوت و گاهن متضادی داشتند. همین مسئله باعث نگرانی، تشویش و سرگردانی افکار مردم شده بود. به همین خاطر نمی‌دونستن که چه کسی حقیقت رو میگه و در چنین شرایطی باعث شد که سوفسطائیان از این اختلاف نظرها سوء استفاده کنن و ادعا کنن که هرگز نمیتوان در مورد حقیقت به یک تعریف ثابت و پایداری دست پیدا کرد و ادراک شخصی هر فرد رو ملاک حقیقت و حقیقت شناسی قرار میدادن و عنوان میکردن که این ادراک شخصی میتونه از فردی به فرد دیگه متفاوت باشه. پس با این تفاسیر سوفسطائیان عنوان میکردن که حقیقت به عنوان یک اصل واحد هرگز دستیافتنی نیست. سوال دوم که مطرح شده به این منوال هست: چرا پروتاگوراس میگفت انسان معیار همه چیز است؟ پاسخ: زیرا ادراک رو امری شخصی و نسبی میدونست و معتقد بود که هر کس بهترین داور احساسهای خیشتن است. هر انسانی بر اساس حواس شخصی خود به حقیقت میرسد. سوال سوم عنوان کرده که نظرات پروتاگوراس و گورگیاس رو درباره حقیقت و شناخت مقایسه کنید. همونطور که طی درس گفتم این دو شخص از سوفسطائیان بودند و در رابطه با اینکه آیا حقیقت قابل دستیافتن هست یا نیست نظراتی رو عنوان کردن. تا این سوال از ما خواسته که مقایسه کنیم نظریات پروتاگوراس و گورگیاس رو. پاسخ این هست که پروتاگوراس می گفت که حقیقت وجود دارد اما نسبی و شخصی است. پس این قول پروتاگوراسه، حقیقت وجود دارد اما نسبی و شخصیه. اما گورگیاس حقیقت رو به کلی انکار میکرد. سوال بعدی مطرح شده که چرا سقراط رو پایه‌گذار فلسفه نامیدن؟ پاسخ: زیرا سقراط با روشی معتدل و بیانی استوار و مطمئن انسانها رو به تأمل در نفس خیشتن دعوت میکرد تا در درون خود گوهر الهی عقل رو کشف کنن که به وسیله اون هم معرفت و هم شناخت حاصل میشه و هم دستیافتن به فضایل والای انسانی. پس اصل و اساس این که چرا سقراط رو فیلسوف نامیدند این هست که، یا ایشون رو بهتر بگم پایه‌گذار فلسفه نامیدند، این هست که سقراط آدمی رو دعوت می‌کرد به عقل و قوه تعقل در کشف حقیقت. سوال بعدی که مطرح شده این هست که سقراط در آموزش فلسفه از چه روشی استفاده می‌کرد؟ توی این سوال روش سقراط مطرحه. باید پاسخ داد که
سقراط شیوهی پیامبرگونه داشت. او اینا نکاتی هستش که باید مد نظر داشته باشید. او هیچ نوشته ای از خود به یادگار نگذاشت، بلکه با سخنان و رفتار و منش و اخلاق خود با بزرگواری و کرامت روحی خود به ترویج فلسفه می پرداخت. این روش اختصاصی سقراط هست. سوال بعدی که مطرح شده این هست که نقش مهم سقراط رو در احیای تفکر اصیل بنویسید. باید در پاسخ به این چند مورد اشاره کرد. 1. سقراط توانایی عقل رو به خود انسان‌ها شناسوند. 2. نشان داد با روش صحیح می توان اندیشید و به حقیقت دست یافت. 3. با سوفسطائیان به مبارزه برخاست و در همه جا اشتباهات اونها رو آشکار کرد. و 4. اینکه مکتبش شاگردان زیادی رو به خود جذب کرد، از جمله افلاطون، که طی درس‌های بعدی در رابطه با افلاطون بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد. سوال بعدی که مطرح شده این هست: چرا مردم در روزگار جهانشناسان باستان دچار شک و تردید شدند و نسبت به دانش بی‌اعتماد گشتند؟ پاسخ این هست که آرا و نظرات گوناگون و غالبا متضادی که جهانشناسان باستان عرضه می کردند سبب شد تا نوعی تشویش و نگرانی بر مردم روزگار عارض شود و بذر بی‌اعتمادی نسبت به دانش در ذهن آنان پراکنده گردد. و اما سوال پایانی عنوان کرده که پیامدهای اندیشه‌های سوفسطائیان رو نقد و بررسی کنید. در پاسخ باید عنوان کرد که سوفسطائیان با روش خودشون که همون مغالطه و سفسطه بود، مبانی علم و حقیقت رو متزلزل کردند و به ویژه نسل جوان رو در تحصیل حقیقت دچار سرگردانی کردند. اگرچه از طرف دیگه باعث شدن که گروهی از فلاسفه به وجود بیان مثل سقراط، افلاطون و امثالهم که با روش استدلال به مبارزه با اونها برخیزند. یعنی درست است که تأثیر منفی گسترش مغالطه، سفسطه و بی‌اعتمادی به علم و دانش و تشویش افکار عمومی رو رواج دادند، اما از طرف دیگه باعث شدند که استدلال‌های عقلانی در جهان اون موقع و بعدها رو به گسترش بذاره و در نهایت علم منطق از این نوع استدلال‌ها متولد بشه.